بر دو جلسه قبلی کلاب هایی که در کلاب کنگره ایرانیان کانادا میذاریم در ارتباط با موانع گفتگو و همگرایی در بین ایرانیان و راه های افزایش همگرایی در بین ایرانیان صحبت کردیم و یکی از نتایجی که بین همه دوستان مشترک بود این بود که مسئله گوش کردن یه مهارتی است که ما برامون فراگیریش مهمتر از فن بیان هست. یعنی به نظر میرسه که بیشتر روی فن شنیدن کار بکنیم بهتر از این هستش که روی فنهای مربوط به گفتن کار بکنیم، هرچند اونم برای خودش فنیه. و حالا در شاید در هفته آینده هم مسائل دیگه‌ای که در مانع گفت و شنید موفق و مؤثر در بین ایرانیان هست بیشتر صحبت بکنیم. من به عنوان مقدمه اینو بگم که به نظر من اهمیت گوش کردن در بین ایرانیان این هستش که به خاطر شرایط خاصی که ایرانیان درش زندگی میکنن، خیلی تعداد کمی از کشورهای دنیا هستش که در شرایط مثل شرایط ایران و در این مدت طولانی مثل ایرانیان زندگی کرده باشن و این باعث میشه که شرایط حاد و اضطراری، حالا حتما راحل خانم راجع به این بیشتر سوال، باعث میشه که مردم از تفکر منطقی فاصله بگیرن و در واقع احساساتشون تحریک شده باشه دائما به خاطر مسائل مختلف و این مانع از این میشه که در واقع سعی بکنن که شرایط رو به نحو بسیار عقلانه ای مثلا درک بکنن، راه حلای اپتیموم واسش پیدا بکنن و بیشتر خیلی وقتها وقتی شروع میکنن به گفتگو، من حالا برداشتم اینه، حتما منو کارک بکنین، اوپنینگ دیگه دارم میگم، بیشتر در واقع حالت ناله و شیر کردن مصیبتی است که درش گرفتار هستن و لیست کنن مثلا برای همدیگه وضع بدی که وجود داره و اینها و بیشتر یه حالت همگویی در مورد، حالا شاید این لغت ذکر مصیبت چیز نباشه ولی واقعا میشه این ذکر مصیبت و چه در گفته هایی که در حتی کانالایی که مثلا من میبینم تو تلگرام توی کلاب هاست هست، هم توی مثلا فرض کن مجالس شخصی تا یه صحبتی شروع میشه کمتر صرف این میشه که حرف تازه‌ای در جهت یافتن راه حل پیدا بشه، در نتیجه اونجا هم که ذکر مصیبت هست دیگه اهمیت شنیدن فعال زیاد تمرین نمیشه. شنیدن فعال وقتی است که من یه نظری دارم و یک واقعیتی رو از یه دیدگاهی میبینم و شما یه نظری دارین همون واقعیت رو از یه دیدگاه متفاوتی میبینین و نظری که میدین با نظر من متفاوته، اینجا هستش که من باید فعال گوش کنم ببینم من چی میتونم یاد بگیرم، جهانبینی خودم رو چجوری میتونم اصلاح بکنم، حتی اگر هدفم با شما مختلفه دید شما که از یه زاویه دیگه داره نگاه میکنه برای من و برای به هدف رسیدن من مفیده. ده حالا من این مثالی که بزنم اینجوری فکر کنیم که الان هدف ما این باشه که بدونیم که یک جسم خارجی در کجا قرار داره، اگر که دو بعدی به اون نگاه بکنیم و فقط از یه زاویه به صورت یه سطح نگاه بکنیم خب بخشی از اون حقیقت رو میبینیم، اگر یه سه بعدی بتونیم بهش نگاه کنیم و از یه زاویه دیگه هم دید رو داشته باشیم اون وقت هستش که میتونیم به واقعیت اون جسم بهتر توجه کنیم. هنوز نمیتونیم پشتشو ببینیم، پشتش هم یه نفر دیگه که بعد اونور واسطه ببینه به ما بگه، وگه یه نفری که اونور این جسم واسطه به ما بگه که اون چی داره میبینه یا دو نفری که اونور واسطه به ما بگن از زوایای خودشون چی دارن میگن، اون وقت هستش که ما میتونیم اینو به صورت همه جانبه ببینیم. من همیشه به خودم میگم اگر انسان‌ها یه چشم داشتن حقیقت رو واقعا نمیتونستن به صورت حد همین سه بعدی هم که ما ببینیم ببینن، پس دو تا چشم بهتر از یه چشمه و 10 تا حرف بهتر از یه حرفه، بوسه اگه متفاوت باشن. فرض کن اگر ما دو تا چشم داشتیم و هر دو تا چشم حقیقت رو از یه زاویه میدید، باز ما اون حقیقت رو دو بعدی میدیدیمش. اینه که موقع این مسئله مهمه که یک فرد واقعا، حالا نه اینکه محقق به صورت علمی ها، محقق به اون که بخواد بدونه که واقعیت جهان خارجی چیه و کنجکاوانه بهش نگاه کنه، اون وقت هستش که
گوش کردن به حرف دیگران جالب میشه، به خصوص اگه متفاوت باشه آموزنده میشه. ولی من حالا به عنوان اوپنینگ ری، یکی از مشکلات به نظر من این هستش که مردم تا به همدیگه میرسن به جای ابراز اطلاعات و دیدگاه های مختلف، زوایای مختلف حقیقت موجود و یا مثلا برین استورمینگ برای راه های متفاوتی که به هدف مشترک مثلا میشه رسید، همه 90% وقتشون صرف ذکر مصیبت میشه. اونجا هم گوش دادن فعال لازم نیست. حالا من اینو یه مقدار به صورت بولد گفتم، بلکه در واقع دیگران شروع بکنن به تصحیح و کامل کردن در واقع اهمیت گوش دادن مهارت. و آروین جان دیگه شما مادریشن رو به دست بگیرین و بفرمایید. خواهش میکنم آقای دکتر، من اتفاقا چون هنوز من مدریتور نکردیم، ولی بسیار ممنونم از صحبتهای خوب حضرت عالی. دوستانی که در پایین هستن، آقای مکس فخری خیلی خوش اومدین، همه دوستان من خیر مقدم و سلام عرض میکنم. سرکار خانم سعیدی عزیز، امیدواریم که در بحث شرکت بکنین و بتونیم که امشب پیرامون بهتر گوش دادن یا اصلا مهارت گوش دادن فعال با هم دیگه گفتمانی داشته باشیم. خانم آسوده بفرمایید، خواهش میکنم، شما رو اول میشنویم و به ترتیب بقیه دوستان. آقای آروین، من دارم رانندگی میکنم، من گوش میدم وقتی که حدود 20 دقیقه دیگه. بسیار عالی، بسیار عالی. من میدونم که خانم دکتر تارانی هم خستن چون یه اتاق طولانی رو داشتن، حالا ایشون رو هم نمیخوام الان اذیت کنم. آقای عتیابی عزیز بفرمایید. حضرت عالی، آقای عتیابی با عرض معذرت، من شنونده هستم، فکر میکنم که دوستان عزیزی هستن که تو این زمینه خیلی بهتر میتونن صحبت بکنن. اگر لازم بشه، خواهش میکنم، بیشتر یاد میگیرم از اگر لازم شد، اگر اثر نظری باشه من خواهش میکنم خواهم بود. بیشتر الان شنونده هستم. بله، مونا خانم شما بفرمایید، بعدش هم آقای فخرایی رو بشنویم. چشم، من در خدمتتون هستم، یه چند دقیقه کوتاه سعی میکنم یه چند تا نکته عرض کنم و سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که تازه تشریف آوردن و به ما ملحق شدن. خیلی ممنون از حضورتون. تایتل اتاق، موضوع اتاق، مهارت گوش دادن فعال هستش. خب این خود موضوع نشون میده که گوش دادن فعال یک مهارته و مهارت هم چیزیه که باید کسب بشه و برای داشتنش وقت و انرژی صرف بشه، یعنی برای داشتنش باید زحمت کشید. حالا این گوش دادن فعال که ما به قول آقای دکتر به نظر میاد که یکی از موانع اصلی برقراری یک گفتگوی درست و رو به جلو در بین ایرانیان هستش، باید اول به نظرم یه پله بریم عقب ببینیم اصلا هدفمون از گوش دادن چیه. خب هدف از گوش دادن، آقای دکتر هم فرمودن، بعضی وقتا طرف داره ذکر مصیبت میکنه، خب ناراحت از شرایط، خسته است، که خب توی اون شرایط گوش دادن ما میتونه مثل یک قرص مسکن یا مرهمی باشه. همدلی کنیم، گوش بدیم به درد دلش، به حرفاش. گاهی گوش دادن برای لذت بردن، گاهی برای یادگیری، بعضی وقتا برای کسب اطلاعات. اونجایی این گوش دادنه در واقع کارکرد خودش رو از دست میده که ما گوش میدیم، در واقع گوش نمیدیم، فقط میشنویم که یک سری کلمات رو بگیریم
و اون وقت حول و حوش اون کلمات با توجه به تجربیات خودمون و بک‌گراند خودمون، قضاوتایی که داریم، فکر میکنیم شناختی که داریم، حول و حوش اون وقت یه مسائلی رو برای خودمون ایجاد میکنیم تو ذهن خودمون و بعد منتظریم که طرف صحبتش تموم بشه و وقت ما حرف خودمون رو بزنیم. یعنی منظورم اینه که گاهی ما اصلا وارد یک صحبت یا بحث یا گفتگوی میشیم فقط برای اینکه حرف خودمون رو بزنیم و این اینجاست که احتمالا برای هممون هم پیش اومده، چون همونطور که گفتم این یک مهارته و خب میدونین مثلا مثل دوچرخه سواری، گاهی آدم تو سرپایینیه، گاهی آدم تو سربالاییه. خب بعضی وقتا تو بحثایی که پیش میاد، مسائلی که هست، اونقدر گاهی دردناکه یا گاهی به خاطر میگم تاریخچه‌ای که وجود داره و مسائلی که وجود داره، مثل دوچرخه سواری تو سربالاییه. یعنی اون مهارت شاید اونجا، یعنی اونقدر اون مهارت رو نداشته باشیم که حالا الان تو سربالایی باید چی کار کنیم. برای همین یه موضوعیه که دائم باید روش کار بشه، باید تمرین بشه. و خب وقتی که دو نفر دارن رو در رو با هم گفتگو میکنن یا همدیگر رو میبینن، میتونن از زبان بدنشون کمک بگیرن، از نگاه کردن تو چشم هم دیگه کمک بگیرن. ولی این روزا میبینیم که خیلی از گفتگوها توی فضای مجازی اتفاق میفته. یعنی ما همدیگر رو اصلا نمیبینیم، تون صدای همو میشنویم و حد اکثر مثلا یه عکس کوچیکی که حالا الان مثلا توی کلاب هاوس هر کسی یه عکس کوچیکی از خودش گذاشته، این عکس کوچیک دیده میشه و در واقع میشه گفتش که اون گفتگوی طبیعی که دو نفر جلوی هم دیگه بشینن و با هم حرف بزنن، اون اتفاق نمیفته. حالا قطعا من نمیخوام زیاد صحبت کنم، قطعا راه های زیادی وجود داره برای اینکه ما بتونیم بهتر بشنویم و یواش یواش این مهارت رو کسب کنیم و قبل از اینکه قضاوت کنیم و پیش داوری کنیم، اول صحبت‌های طرف رو بشنویم. اگر هم در ما احساس بدی ایجاد می‌کنه، شاید خوب باشه باش در میون بذاریم، چون ممکنه اصلا منظور اونو نباشه. ولی همونطور که آقای دکترم فرمودن، به خاطر اینکه ما الان ما ایرانیا سال هاست که در شرایط حساس کنونی هستیم، واقعا همش بحران پشت بحران و خب این بحران ها هممون رو اذیت کرده و میخواییم از این بحرانه بیاییم بیرون، بعضی وقتا واقعا راهش رو نمیدونیم و تو سر و کله هم میزنیم به جای اینکه همدیگر رو بشنویم و بعد در کنار هم قرار بگیریم، رو به روی هم قرار میگیریم. میخواستم همین چند تا نکته رو عرض کنم و من میکروفونم رو میبندم و خیلی دوست دارم که نظر بقیه دوستان رو بشنوم. حالا من در فالوآپ صحبت شما، مونا خانم، چرا ما مردم، همه مردم، شاید همه مردم دنیا هم اینجوری هم، چرا بیشتر میخوان هم، یعنی خب ما بیشتر از دیگران ولی همه هم این حالت رو دارن، میخوان حرف خودشون رو فقط بزنن. اینو به نظر من ادرس باید کرد اول از همه، یعنی به جای علاقه به شنیدن حرف دیگران، اینکه یه کسی فقط میخواد حرف خودشو بزنه، به نظر من به این برمیگرده که فکر میکنه من همه اون واقعیت رو میدونم. اگه یه کسی شک بکنه که من همه واقعیت رو نمیدونم، درجه خیلی راغب میشه به این که دیگران ببینه چی میگن. و آقا من الان یه لیست گذاشته بودم که مثلا لیست بکنم که این تکنیک های اکتیو لیسنینگ، ما به شاگردای بیزینس و اینا هم حتی درس میدیم که اگه میخواین شما یه گود سپیکر، باید یک سخنور خوب باشیم، باید لیسن. ولی فایده نداره این در گفتگوی بین شهروندان وقتی این مثلا اون لیست تکنیک ها به در میخوره که طرف اول اینو بفهمه که من همه حقیقت رو نمیدونم. چه باید دوستان که صحبت میکنن اینو به این فوکس بکنن که چیکار بکنیم در خودمون و در دیگران که این حقیقت رو این بفهمیم که ما همه واقعیت رو نمیدونیم، تا نظرات دیگران رو دقیق و عمیق
واقعا گوش نکنیم و جذب نکنیم همه واقعیت رو نمیدونیم. حالا من خواستم اینو تاکید بکنم که اگه به این سوال فکر بکنیم، بعد دیگه فرض کن در موقع گوش کردن باید نوت برداری کرد، یه سری چیزای مکانیکی هست، به احساسات طرف توجه کرد، نمیدونم سوال پرسید، حرف طرف رو تکرار کرد، اینا چیزاییست که تکنیکن، ولی اصل ماجرا رو ما بتونیم به کورش توجه کنیم خیلی عالی میشه. ممنونم از شما آقای دکتر و مونا خانم، مرسی. آقای مکس عزیز بشنویم شما رو، در خدمتون هستیم. آقا عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت آقایون و خانمهای محترم حاضر در این تالار. ببینید در بحث مهارت‌های فردی که خانم مونا اشاره کردن به موضوع که خب تمرینی هم هست و ما میتونیم هر روز بهتر و بهتر هم بشیم، ولی دو موضوعی که یکیش آقای امیرحسین الان فرمودند اینه که از نظر ساختار فکری اگر ما بنده فرد متوهمی باشم یا خودفریب باشم، خب اونجا دیگه اصلا گوش کردن من دیگه زیاد کمکی هم به کار نخواهد کرد. حتی یعنی من فردی هستم خودفریب که علاقه مندم که شما دروغ شیرین به من بگی. میبینیم جامعه خیلی هم اینو میپسنده. و موضوع بعدی هم توهمه. خب وقتی که من همه چیو میدونم چه دلیل داره صحبت های آقای آربین رو گوش کنم؟ چی میخواد مثلا ایشون من بگه؟ من که همه رو میدونم. خب بحث توهم خیلی ما رو عذاب میده. به نظر من اتفاقا جناب آقای امیرحسین اگه هر کی بخواد حرف خودش رو بزنه عیبی نداره، گرفتاری در اونجاست که ما این مینیمم مشارکت هم نمیدونیم که از حقش برخورداریم. آن چیزی که میخوایم رو بگیم. من اون چیزی که میخوام رو که نمیگم. مثلا میگم همین مثال کلاب هاوسش، وردی در چت روم میبینید همینجوری داره بد و بیرا میگه چرا خانم راحله رو استیج. خب این فرد حتی اقدام به این نمیکنه که بیاد حرف خودشو بزنه، فارغ از این که اصلا خانم راحله چی میخواد بگه. ببینید موضوع اینه که ما متاسفانه در بحث مهارت‌های فردیمون آموزش کافی ندیدیم، نه در منزل نه در سیستم آموزشیمون، به خاطر عدم مهارتی که در حوزه فردی تو این بخش داریم نمیتونیم نقش یک. من عذرخواهی می‌کنم واسه صحبتم، آقای دکتر نوروزی رو من ازشون دعوت کردم، گفتم اتاق خیلی خوبی هستن، تشریف آوردن تو اتاق، فکر کنم دقایقی میتونن با ما باشن. اگر لطف بفرمایید آقای دکتر نوروزی هم دعوت کنین، صحبت های ایشون هم قرار میبخشه به موضوع. وقتی ما در بحث مهارت های فردی توانایی کافی رو نداریم، حالا شما شنیدن رو میفرمایید، من حتی گفتنم گفتم اشکال نداره، بگو هرچی میخوای خود تو حرف خود تو بزن. خب ما شهروندایی هم نمیتونیم باشی که وقت بیایم در بحث مسئولیت اجتماعی ایفای نقش خوبی بکنیم. یعنی من نشنیدم، نمیخوام حرفای آقای امیرحسین رو بشنوم و نه حتی میخوام حرف اشتباه خودم رو بزنم. میگم چرا خانم مونا مثلا داره حرف میزنه، اشکال نداره دو دقیقه خانم مونا حرفای بدش رو بزنه، من میام حرفای خوبمو میزنم، یا تو بیا، تو که ناراحتی بیا. روی این اصل که ما به عنوان شهروند مسئول در جامعهمون به دلیل آموزش نیافتن در این موضعی که شما فرمودی نمیتونیم ایفای نقش خوب و مثبتی هم برای جامعهمون حتی داشته باشیم. بحث فردیمون هم اینجا کاملا به محاق میره، اون آموزش هایی که باید ببینیم و اون تمریناتی که لازم داریم انجام بدیم. من اینجا سخن رو کوتاه میکنم چون میدونم لندن هم آخر وقته، اگر فرصت شد صحبت های دکتر نوروزی رو در این حوزه بشنوم. مرسی، خیلی ممنون جناب آقای آروین از دعوتتون، آقای امیرحسین از این اتاق بسیار خوب، چون
واقعا جامعه نیاز داره که هزار تا از این اتاقا روزی بزنیم و صحبت کنیم. مرسی. ممنونم مکس عزیز. من یه اصلاح بکنم، جناب آقای قاسم نژاد امیر حسنم، ولی ممنون از اینکه حضرت عالی هم تشریف آوردین، همین که آقای دکتر نوروزی رو دعوت کردین. اگر آقای دکتر اجازه بفرماین راحل خانم رو بشنویم و بعدش در خدمت ایشون باشیم. با سلام آرمین جان، لطفا من بعد از دکتر نوروزی صحبت میکنم. بله خواهش میکنم، بفرمایید آقای دکتر. سلام به همه عزیزان حاضر در روم. مرسی مکس فخرایی عزیز از دعوتتون. بله خواهش میکنم، من در خدمتتون هستم. در چه زمینه بفرمایید؟ آقای دکتر، ما در این کلاب کنگره ایرانیان کانادا ضمن عرض سلام، هر دو هفته یه بار برگزار میشه. توی هفته اول، یعنی 4 هفته پیش، به این پرداختیم که در واقع موانع همگرایی و گفت و شنید در بین ایرانیان چی هستش. بعد 2 هفته پیش به این پرداختیم که راه‌های در واقع گفت و شنید بهتر و همگرایی چی هستش. و این هفته میخوام به یکی از چیزایی که تو اون 2 هفته خیلی هایلایت شد که در واقع گوش دادن رو ما بیشتر از فن سخنوری احتیاج داره که یاد بگیریم. در نتیجه امروز گذاشتیم مهارت گوش دادن فعال و اهمیت آن برای ایرانیان. حالا شما هم نظرتون و کانتریبیوشنتون رو، صحبت ها تا اینجا این بود که دوستان، من عرض کردم که یه مقدار مردم کسایی که گوش کردنشون خوب نیست، شاید به این خاطر هستش که فکر میکنن که کل حقیقت رو میدونن. و دوستان دیگه هم نکاتی رو گفتن، دوستان تکرار کنن نظرات خودشون رو. فکر میکنن که آیه مکس فرمودن که اصلا نمیدونن که حق گفتن دارن حتی، یعنی مشکل از دن بیشتر. شما هم در این مورد نظراتتون رو بشنویم خوشحال میشیم. آقای دکتر نوروزی مایکتون بسته است. ببخشید، من برای اینکه بتونم بهتر صحبت کنم اومدم که برم تو ماشین بشینم، چون این موضوعی که شما مطرح فرمودین بسیار موضوع مهمیه و دوست دارم اینو دقیق خدمتتون بگم. و چون خانم بچه هم اینا خوابیدن، گفتم دیگه مزاحمشون نشم. خب ببین، اگر اجازه بدید من در مورد اون موضوع اصلی شروع کنم که موانع همگرایی رو اشاره کردید، چون یکی از موضوعات مورد علاقه من هستش. اجازه میدید از اونجا شروع کنم و بعد به این آخری برسم، یا نه میخواین راجع به همین فقط بگم؟ نه خواهش میکنم، بفرمایید. ببین، برای همگرایی یک مانع بزرگ، بسیار بسیار بزرگ برای ما ایرانی ها وجود داره و اون مسئله فرهنگی هستش. مسئله فرهنگی که محصول تاریخ ماست، 2500 سال حداقل تاریخ ماست و به اضافه این حکومت اسلامی 40 سال اخیر که اینو کاملا تشدیدش کرده. و اون چیزی که محصول این شده یک جور، حالا اگر بعدم وقت بود من در مورد اون زمینای تاریخی و اینها میگم که چیه که باعث این شده، ولی اون چیزی که محصول اینه، یعنی نتیجه نهایی شده، میل به برتری هستش، برتری طلبی. این برتری طلبی باعث میشه که ما دیگران رو همیشه رقیب میبینیم، رفیق نمیتونیم ببینیم، و این باعث میشه که هیچ وقت نتونیم مشارکت و همکاری داشته باشیم. اینو تو زمینه‌های مختلف ما میتونیم ببینیم. مثلا در ورزش ما میبینیم یک جایی که کار تیمی باید انجام بشه ضعیفه، ولی تو ورزش انفرادی مثلا کشتی خیلی موفقیم.
حالا به نسبت استعدادها دیگه، یعنی مثلا ما تو فوتبال استعدادهای خوب داریم ولی به نسبت استعدادها موفق نیستیم، به خاطر اینکه اونجا کار تیمی، مشارکت، همکاری نیاز هست. و این مسئله که من میگم خیلی جاهای دیگه هم نشون میده خودشو. مثلا اگر تو ایران رانندگی کرده باشین متوجه میشین همش در حال رقابت هستن، اینکه رو کم کنن و این چیزا. یا تو مشارکت و همکاری تو شرکت ها هم شما میبینید، مثلا دوتا برادر هم با هم کار شریکی رو مشارکت رو شروع بکنن، بعد از 6 ماه با دعوا درگیری از هم جدا میشن. حالا پیامدهای دیگه هم داره این ویژگی که من میگم، مثلا زندگی لاکچری، مثلا چشم هم چشمی، این چیزا که تو ایران خیلی زیاده. و همینطور مسائل مربوط به جراحی زیبایی به خاطر همین خیلی زیاده، ربط داره به این موضوع. و یکی از ویژگی‌های دیگه که هماهنگ با این هستش، معطوف بودن به آینده هستش. یعنی همیشه ما حال رو فدا میکنیم برای آینده، یک هدف خیالی بزرگ هممون در آینده داریم و زندگی الانمون رو، حالمون رو همش فدا میکنیم برای اون آینده خیالی. حالا این مجموعه از ویژگی‌هایی که به عنوان برتری طلبی میگم ما نمیشه از این، یعنی مانع همکاری میشه. در کنارش البته مسئله آموزش اینا هست، یعنی بچه های ما تو مدرسه آموزش نمیبینن برای کار تیمی و این چیزا، که حالا اونم در کنارش هست و اگر بخواد درمان بشه اون مسئله آموزش هم باید در نظر گرفته بشه. و حالا در نهایت اونو برسونیم به مسئله مهارت گوش دادن، گوش دادن فعال. اینجا ببین، شما برای این که بخوای گوش بدی نیاز هستش که بتونی، ما یک اصطلاحی داریم تو روانشناسی امپاتی یا همدلی، حالا حتما اینو میدونید، میدونم اینو، ولی من از زاویه روانشناسی ماجرا میخوام بگم. تو روانشناسی ما تفاوت قائل میشیم بین امپاتی و سیمپاتی، همدلی و دلسوزی. در همدلی، یعنی من کلینتی که دارم نسبت به اون سیمپاتی نمی کنم، دلسوزی نمی کنم، این پروفشنال به حساب نمیاد، پروفشنالش امپاتی هستش. به این معنا که من سعی می کنم از جلد خودم بیام بیرون، برم وارد دنیای درونی درمانجو بشم و از نگاه اون به ماجرا نگاه بکنم و در اون صورت میتونم درکش بکنم. اگر بخوام از زاویه خودم نگاه بکنم نمیتونم درکش بکنم. پس من باید از خودم خارج بشم، از نیازهای خودم خارج بشم، خودم رو بذارم کنار و برم از چشمای اون به ماجرا نگاه بکنم. و ما برای این آموزش میبینیم. یک فرد معمولی رو در نظر بگیرید، شما تا میای باش درد دل بکنی، به قول بعضی ها تا ثابت نکنه که اون بدبختیش از شما بیشتره، مشکلاتش از شما بیشتره، ولکن قضیه نیست. ولی یک روانشناس مشکلات خودشو میذاره کنار و میاد سعی میکنه از نگاه شما نگاه بکنه. اون فرد معمولی چون نمیتونه از نگاه شما نگاه بکنه اینطوریه. اینو بهش میگیم امپاتی. خب برای گوش کردن شما نیاز به اون امپاتی داری، بنابراین باید بتونی از جلد خودت بیای بیرون و از نگاه طرف مقابل نگاه بکنی. ولی اون کسانی که گفتم حالا به طور میانگین در ما ایرانی ها زیاده، برتری طلبی، به موازاتش یه ویژگی دیگه هم هست، یعنی همون مسائل تاریخی اینها گفتم و در کنارش هست، میتونیم بهش بگیم خودمحوری مثلا. یا حالا امشب تو روم ما یک نفر گفته بود خودمداری، یه جور خودشیفتگی یا خود میان بینی، خود مرکزی، اگوسیند. مثلا من فکر کنم بهترین کلمه که این شرایط الان که داریم توضیح میدیم و توصیف بکنه، توضیح بده، اگوسنتریزم، خود مرکزی. یعنی فرد نمیتونه از جلد خودش بیاد بیرون و از نگاه دیگری ببینه. من برای اینکه بتونم شما رو خوب بفهمم، خوب گوش کنم، باید از خودم بیام بیرون و بتونم بیام از نگاه شما نگاه کنم و
درکتون بکنم. اون ایگوسنتریزم، خودمرکزی، خودخواهی، برتری طلبی، اینها در مجموع که همه گفتم به موازات هم هستن، مانع این مسئله میشه. پس من نمیتونم گوش کنم. من دارم گوش میکنم، فقط به خودم فکر میکنم. حرفای شما منو یاد مشکلات خودم میندازه، یاد نیازهای خودم میندازه، یاد عقده‌های خودم میندازه و بیشتر میخوام اونها رو ابراز بکنم. انتقام هایی که در گذشته از دیگران نگرفتم رو الان میخوام از شما بگیرم. اگر یه جایی تحقیر شدم میخوام الان شما رو تحقیر کنم. اگر یه جایی دیده نشدم الان میخوام شما رو نادیده بگیرم. اگر یه جایی پایین کشیده شدم الان میخوام شما رو بکشم پایین. بنابراین بلافاصله هر کلمه در شما در من یک واکنش ایجاد میکنه. وقتی میگیم واکنش به معنای ریاکشن، معنیش اینه که ناشی از مشکلات خودم هست، مشکلاتی که من در گذشته داشتم حل نشدن و اونها رو الان در رابطه با شما میخوام بروز بدم و اینها در مجموع باعث میشه که من شما رو نتونم درک کنم، نتونم شما رو ببینم و فقط تو مسائل خودم غرق هستم و از خودم نمیتونم بیام بیرون. ببخشید اگر طولانی شد، با کمال میل در خدمتتون. ممنونم از شما های دکتر، هم از صحبت های بسیار خوبتون، همین که به هر حال قابل دونستین و به زحمت افتادین، آخر شب رفتین تو ماشین صحبت کردین. خانم آسوده عزیز، شما اگه کامنتی دارید بفرمایید و بعدش خانم دکتر رو بشنوید. سلام، خیلی ممنون. من در رابطه با موضوع امشب میخواستم بگم که گفت و شنید هر دو فن هستن، همونطوری که گفتن، و این فنون برای به اصطلاح کامیونیکیشن و ارتباط هستن، یعنی وسیله ارتباط آدم ها با هم دیگه. ما هممون میتونیم درست گوش بدیم، ولی اون قصد و نیت اولیه از ارتباط مهم هستش. یعنی وقتی من میام با یه نفر شروع میکنم به صحبت کردن، نیتم مهمه. برای اینکه این موضوع بهتر بفهمیم، زمانی که مثلا ارتباط کاری هستش میبینیم گوش دادن اون فنش درستر داره عمل میکنه. مثلا آقای دکتر با مریضشون همدلی میکنن، یا توی ریتیل فروشنده اگر که به نیازهای خریدارش گوش نکنه نمیتونه به اصطلاح پول در بیاره، پس مجبور میشه که گوش بکنه و فن گوش دادن رو درست انجام بده و اینا به اصطلاح با همدیگه توامان هستن و حرف زدنش هم درست میشه. یعنی سعی میکنه که نپره، توهین نکنه، اگر که حتی عقیدهش، مثلا حالا تو اینتریو دیزاین ما با هستیم، اگه ببینیم خیلی پرت هم داره حرف میزنه، یه جوری که ناراحت نشه بگیم که مثلا بهتره که از این دید نگاه کنیم و بیشتر از هر چیزی سعی میکنیم که فیزیبل کنیم سلیقه همون آدم رو، حتی اگه با سلیقه ما متفاوت باشه. به نظر من آدمایی که تو ریتیل هستن خیلی از نظر فن گفت و شنود و گوش کردن و شنیدن آدمای قوی تری هستن، چون به خاطر کارشون هر روز اینا دارن تمرین میکنن که درست حرف بزنن و درست هم بشنون تا بتونن سرویس درستی بدن. ولی مثلا توی پروفشنایی که مثلا یه نفر متکلم وحده است و بقیه باید گوش بدن، متوجه میشید که این حالت گفت و شنود شاید به اون خوبی فنش کار نمیکنه. در نتیجه من فکر میکنم نیت آدم ها زمانی که شروع به حرف زدن میکنن و کامیونیکیشن، اون خیلی تعیین کننده وضعیت هستش. زمانی هستش که من با یه در مقابل آدمی قرار میگیرم که از نظر
عقاید مثلا خیلی برای من منفوره. من فقط اولا سعی میکنم یه جوری هرتش کنم با حرف زدنم و همینطور به اصطلاح توی صحبتهایی که میکنه فقط چیزای منفیشو بگیرم و هیچ چیز مثبتی نباشه. و زمانی هستش که مثلا میخوام یه کسی را گول بزنم، حرف زدن باز فرق کنه. در نتیجه من فکر میکنم که ما در موقع کامیونیکیشن کردن، اگر که واقعا میخوایم که ارتباطمون به این اینتراکشن و یه چیز سالمی برسه، باید اون نیت اولیه‌مون درست باشه. یه فیلمی من داشتم میدم اینا که میگم تون و قطع گوش میکروفون رو میذارم که بقیه دوستان صحبت کنن. یک خیلی بر من جالب بود، زندگی ادیسون و تسلا و وستینگ هاوس بود که واقعا آدم های جالبی هستن. وستینگ هاوس داشت در مورد بچگیش صحبت میگرد، میگفت پدرم منو با ترک کاری کردم که مخالف عقیدش بود زد، شروع کرد بزنن، اولین چیزی که زد ترکه پاره شد. بعد گفت من نگاه کردم و بهش گفتم که این چیز خوبی نیست که با این منو میزنی، اون تسمه رو میبینی روی جاویزون، اگه با اون بزنی اون پاره نمیشه. و میگفت به این دلیل که من درد رو میتونم تحمل کنم ولی حماقت رو نمیتونم تحمل کنم. و واقعا میگم نیت آدم ها در موقع صحبت کردن خیلی میدان ارتباط رو مشخص میکنه. من میکروفون رو میذارم، از صحبت بقیه استفاده میکنم. ممنونم آسوده خانم، مرسی. خانم دکتر تارانی بفرمایید، خواهش میکنم. پریسا جان خیلی خوش اومدین، بفرمایید خانم دکتر تارانی. خواهش میکنم. من اولا سلام میکنم به همه عزیزان، بعد با اینکه خیلی خسته هستم، میدونی یه چند ساعت جلسه داشتیم، ولی فکر کردم این به هر حال مبحثی هستش که به حالا اون فیلد کاری من خیلی مربوطه. و با اینکه به هر حال من به عنوان یک روانشناس باید این مهارت شنیدن رو به اصطلاح در خودم تقویت بکنم، هنوزم باید اعتراف کنم که روزانه روش کار میکنم و هرچقدر بیشتر میگذره میبینم که چقدر دشواره. توی یه ترینینگی که با یه تعدادی از روانپزشکا ما با دکتر دیوید برنز داشتیم، یه تقسیم بندی خیلی جالبی برای ما کرد که این گفتش که شنیدن فعال در واقع سه بخش داره یا سه مرحله داره و سه بُعد داره که باید به هر سه تاش حتما پرداخت. بُعد اولش دشوارترین برای همه ما بود، یعنی توی اون جمع. بُعد اولش به باور برمیگشت، به پیدا کردن حقیقت، حقیقت فردی که داره صحبت میکنه و بعد البته خلع اصلاح کردنش. این یعنی چی؟ این توضیح رو که ما بپذیریم که این ادراکات ما که بر اساس این ادراکات هستش که ما به باورهایی میرسیم، این ادراکات خب خیلی چیزهای متفاوتی این ادراکات رو تحت تاثیر قرار میده. تجربه های ما، هوش ما، ارزش های ما، آموزشی که دیدیم، نمیدونم منافع ما، چه میدونم حالا اون دریافت های حسی ما، خیلی چیزا میتونه این ادراکات رو تحت تاثیر قرار بده. و به خاطر همین هستش که ما باید بدونیم که حقیقت یه آدم با حقیقت یه آدم دیگه میتونه متفاوت باشه. و وقتی داریم با یه نفر به شکل فعال گوش میکنیم، حقیقتی رو که تو ذهن اون هست رو باید واقعا هدف ما باشه که کشف بکنیم. یعنی اگه اون حقیقت رو ما علاقمند نباشیم که کشف بکنیم و فکر کنیم که حقیقت فقط همین قسمتی که تو دست منه، و اگه اون درک از حقیقت رو که مولانا رومی توی اون داستان فیل به زیبایی توصیف میکنه رو در نظر نداشته باشیم، خب طبیعتاً اصلاً اون
این نمیتونیم همین مرحله اول به اصطلاح مهارت شنیدن رو در واقع نداریم دیگه. یعنی این بزرگترین چالشی که البته عزیزان دیگه هم بهش اشاره کردن. اگر ما واقعا به تمام به معنی واقعی کلمه باور کنیم که حالا حتی اگه این فردی که این داره صحبت میکنه کاملا با اون حقیقتی که تو ذهن من هست 100% هم مخالف باشه، ولی این حقیقت اینه، من به این گوش کنم ببینم حقیقتی که این بر اساس ادراکات خودش بهش رسیده چیه. اگر ما تونستیم اینو احساس و اینو ایجاد بکنیم که طرف بفهمه واقعا ما علاقمند هستیم به درک حقیقت اون فرد، به نوعی خلاص چیز میشه، یعنی اسلحه‌هاشو دراپ میکنه، میندازه پایین. بعد برای این لازم هستش که ما البته همزمان با این تلاش در واقع از خودمون همحسی نشون بدیم، یعنی بعد دیگهش این همحسی یا همین امپاتی که صحبتی که شد که باز توضیح میداد که میتونه به این شکل باشه که به هر حال احساسمون رو بیان بکنیم، بعد از جملات خودمون فرد استفاده بکنیم، بگیم که در واقع با این حقیقت آره واقعا میتونه خیلی دردناک باشه، یعنی یک جوری ما ریفریز بکنیم، چه بدم حرفی رو که اون فرد میزنه رو انقدر خوب گوش کنیم که بتونیم تکرارش بکنیم. اگه نتونیم تکرار بکنیم و بعد اون احساس رو که پشت این صحبت پشت این نوع نگرش میتونه وجود داشته رو شناسایی بکنیم، اون همحسی هم باز دوباره خوب انجام ندادیم. بعد یه بعد دیگهش اینکوایریه، یعنی سوال پرسیدن، اینکه وقتی یه نفر توضیح میده باز دوباره ممکنه هنوز واقعا نتونسته باشه مثلا تمام اون ابعاد اون حقیقتی رو که در ذهنش هست خوب توضیح بده. ما نشون بدیم با سوال پرسیدن ما نشون میدیم که چقدر علاقمند هستیم حقیقت اون فرد رو درک بکنیم. و بعد از اینکه ما تونستیم البته این مهارت‌های فعال به اصطلاح مهارت شنیدن فعال رو خوب به اصطلاح به کار بگیریم، بعدن البته بخش اینکه چجوری حالا نظرات خودمون رو و حقیقت خودمون رو چجوری بازگو بکنیم یه بخش دیگه است. ولی واقعا این خیلی مهمه که ما توجه داشته باشیم. میگم این مهارت از برمیگرده به اون باور ما نسبت به محدودیت های باور ما چجور شکل میگیره، ادراکات ما تحت تاثیر چه چیزایی قرار میگیرن، و این مهارت دشواریه. بعدم فقط هم این نیستش که ما حالا این مهارت رو یاد گرفتیم همیشه میتونیم به کارش بگیریم. شاید بهترین آشپزای دنیا یه موقعی تحت تاثیر یه شرایطی نتونن غذا خوب درست کنن. یعنی یکی از چیزایی که باعث میشه ما این مهارت خوب شنیدن رو نداشته باشیم واقعا استراب هستش، چه به شکل فردی چه به شکل عمومی. البته خب خیلی ها این دشواری گفتگوی ماها با همدیگر رو مسئله فرهنگی در واقع میدونن، ولی راست رو بخواید من بیشتر مسئله روانی میدونم، به خاطر موقعیت استراتژیکی که ایران داره، نمیدونم مجموعه تاریخی که ما داشتیم، همه اینا با همدیگه ماها رو آدمهای مضطربی کرده. یعنی خب این که آمار مسائل روحی روانی هم اینقدر بالاست تو ایران، این هم باز دوباره این نظر رو تایید میکنه. این استراباتی که ما داریم باعث میشه که این مهارت‌های گفت و شنید رو ما نتونیم واقعا، حتی اگه اولا ممکنه حالا میگم یه مقدارش هم آموزش ندیده باشیم، تمرین نکرده باشیم، اون مهارت رو نداشته باشیم، حتی اگه داشته باشیم هم خیلی موقع نمیتونیم به کارش بگیریم به خاطر این شرایط روانی که الان بر اکثر ماها حاکم هستش. مرسی، حالا میبندم، خیلی طولانی شد. ممنونم خانم دکتر تارانی. نوید جان شما آی دکتر نوروزی شما فرمایشی داشتین؟ بله خواهش میکنم. مرسی از خانم دکتر تارانی استفاده کردیم. من یه نکته رو میخواستم اضافه کنم به صحبت قبلی، چون برحال فعل بداهه بود، یه چیزی فعلا به ذهنم رسید که اضافه بکنم، بعد دیگه فکر کنم باید از خدمتون برم. ببینید یه نکته ای که میخوام اضافه بکنم در رابطه با گوش دادن فعال اینه که اطلاعاتی که در هنگام صحبت کردن از یه فرد منتقل میشه فقط اون محتوای کلمات نیستن، همراه با اون یک سری احساسات هم دارن منتقل میشن.
که احساسات بیشتر از طریق بادی لنگویج یا زبان بدن منتقل میشن که بهش میگیم نان وربال کامیونیکیشن، ارتباط غیر کلامی. یه فیلمی دیده بودم در رابطه با نهنگ هاست که صداهایی که از خودشون در میارن و نهنگ های دیگه از صدها کیلومتر اونورتر میشنوند. میگفتش که این نهنگ ها صداهایی که از خودشون در میارن و مثلا شما بگیری تجزیه تحلیل کنی، میبینی که انگار مثل اینه که ما بریم دکتر و برای ما آزمایش بنویسه، فول آزمایش، نمیدونم سی تی اسکن، ام آر آی، همه چی انجام بدیم از وضعیت خودمون، اینو به صورت یه گزارش در بیاریم برای یکی دیگه بفرستیم. صدای نهنگ ها محتوی این اطلاعات هستش، یعنی اون نهنگ طرف مقابل که اینا رو میشنوه کاملا از وضعیت این یکی با خبر میشه. این در ما هم در واقع اتفاق میفته و کاملا به صورت اتوماتیک و ناهوشیار و زمینه نورولوژیک هم داره. در واقع ما نیمکره چپ مغزمون منطقیه، مرکز کلامه و به جزئیات توجه میکنه، ولی نیمکره راستمون که به نوعی مستر حساب میشه، حالا کلمه مستر رو نمیشه به کار برد، یه جورایی تعیین کننده است و نیمکره چپ یک جورایی فقط دست نشانده و مأموره که اطلاعات، بعضی از اطلاعات رو بده بیرون. نیمکره راستمون اون محتوای غیر کلامی رو تولید میکنه و محتوای غیر کلامی رو دریافت میکنه و این خارج از حیطه هوشیاری ماست. حالا برای چی اینو دارم میگم؟ وقتی که یه فردی داره صحبت میکنه، مثلا اگر صداش، حالا من مثال اگزاجر شده رو میگم، اغراق شده رو میگم برای اینکه متوجه بشید، مثلا اگر صدام تون پایین باشه، لرزان باشه، فعلا اینجا که کلاب هاوس داریم صحبت میکنیم صدا رو فقط میشنویم دیگه، شما ممکنه به این نتیجه برسی ناخودآگاه که من آدمی ام که عزت نفس پایینی دارم یا استراب دارم یا ترسیدم یا خجالتی ام، این چیزا. ولی اگه صدام برعکس باشه، محکم باشه، بلند باشه، پر باشه، این حسو به شما میده که من آدم قوی هستم، اعتماد به نفس دارم و این چیزا. همینا موقعی که ما فرد رو در مقابلمون میبینیم هم میتونیم در نظر بگیریم. اگر شول و ول باشه از نظر ما آدم ضعیفی به نظر میاد، ولی اگر محکم باشه آدم قوی به نظر میاد. پس مجموع اینها داره اطلاعات رو منتقل میکنه و ما وقتی اگر میخوایم مهارت گوش دادن فعال رو در نظر بگیریم، باید همه اینها رو بتونیم بهش توجه بکنیم. یعنی در اینه که داریم میشنویم، تون صداشو باید بشنویم، به چشماش نگاه کنیم، حالت چشماش، حالت چهره، حالت نشستن، اینکه خودش رو جمع کرده، باز کرده، جلو اومده یا تکیه داده، همه اینها ناخودآگاه به ما این پیامو میده که این فرد در چه وضعیتی هست. و این مهارت رو حالا نیاز نیست، آموزش میشه دید، یعنی میشه آموزش دید، ولی بعضیا بدون آموزش هم این مهارت رو دارن و این اطلاعات رو دریافت میکنن و این خیلی خیلی کمک کننده است در درک طرف مقابل و فهمیدن اون چی که داره میگه و برای مسئله تکمیلش. مرسی. ممنونم از شما آقای دکتر. نوید جان ممنونم، شما تایم طولانی منتظر بودین. بفرماییم بعدش پریسای نازنین و آمسودم که دعوت من رو پذیرفتن، ممنون. آیا امیر اگه در حد کامنت هست بفرمایید، اگر نه که اجازه بدید نوید صحبت کنه، بعدش در خدمت شما باشید. مشکلی نیست، من فقط میخواستم این رو بگم که اول چون من در اروپا در نروژ زندگی میکنم، اینجا الان ساعت 3 بعد از نیمه شبه، اگر مشکلی نیست که اول کسی نه، خواهش میکنم، ما حالا دیگه بیشتر شرمنده نوید جان میشیم، ولی شما بفرمایید. نه خواهش میکنم آقای امیر، بفرمایید آقای امیر. خیلی ممنون. من البته خب دانش روانشناسی عدی از دوستانی که اینجا شرکت کردن ندارم، فقط از تجربه فعالیت های صنفی و سیاسی و اجتماعی و اینها تجربه زندگیم صحبت میکنم و اون دانشی که در حاشیه کسب کردم.
من به موانع، یه سری موانع رو بهش اشاره میکنم در زمینه گوش دادن فعال که به نظرم خب خیلی مهمه، علاوه بر اون مواردی که دوستان مطرح کردن. یه عامل مانع مهم پیش‌داوری هاست که این پیش‌داوری ها فرهنگی میتونه باشه، نژادی باشه، سیاسی باشه، بر اساس ظاهر و رفتار طرف مقابل باشه، بر اساس موقعیت طبقاتی طرف باشه یا ملیتش باشه. این یک مانع بزرگ میتونه باشه که شما قبل از اینکه حتی کسی صحبت رو شروع بکنه قضاوت کرده باشی در موردش، یا یه برداشت دار متفاوت خواهی داشت. این در گوش دادنم مطرحه و هر حرفی که طرف بزنه شما یه چیز دیگه میگیری. و خب تنها به قاضی رفتن یکی دیگه از مسائلی که موقعی هستش که شما هر شایعی رو در مورد فرد دیگری میپذیری، بدگویی ها رو میپذیری، برچسب ها رو میپذیری. تو دنیای کنونی که هر اون چی که رسانه ها میگن یا در فضای مجازی میگرده، این موجب میشه که شما یا گوش نکنی، یا اگر گوش میکنی از اون گوش در بره، یا از قبل قضاوت خودت رو کردی هرچی هم اون طرف بگه. خب طبیعتاً اون موارد دیگری که دوستمون راحله عزیز مطرح کردن، این که ما جستجوگر باشیم و تلاش کنیم که یه درک واقعی از دنیای دیگری داشته باشیم و بازتاب واقعیت ها رو توی برای کشف بازتاب واقعیت ها توی دیگری تلاش بکنیم، برای اینکه غیر از این مسئله این هستش که به این توجه بکنیم که هر انسانی در طول زندگی خودش ممکنه تغییر زیادی بکنه. شناختی که ما از گذشته یک فرد داریم ممکنه با شناخت امروزمون متفاوت بشه، که این هر فردی بر اثر تجربه و دانش و کنش اجتماعی و اقتصادی و سیاسی خودش همه روز در حال یه تغییرات محسوس و نامحسوسی هستش. یک بلای دنیای امروز هم این شرایطی که سیستم نئولیبرالی برای ما به وجود آورده، مسئله فردگرایی افراطی، خودشیفتگی که میگن نارسیسیسم و سایکوپاتی و سوشیوپاتی که افراد جامعه بهش دوچار هستن، و این عدم وجود اینها به اصطلاح کار رو خیلی مشکل میکنه، وجود این خصوصیت ها حالا کم و بیش از لحاظ چیزی. این موارد من میخواستم به اصطلاح به صورت خیلی فهرست‌وار مطرح بکنم. خوشبختانه دوستانی هستن که خیلی عمیق‌تر تو این زمینه ها میتونن صحبت بکنن. خیلی ممنون. ممنونم از شما امیر جان. آقای نوید بفرمایید، خواهش میکنم. خیلی ممنون آربین جان، مرسی از این فرصتی که به منم دادین اینجا صحبت بکنم. گرچه که من فکر میکنم آقای دکتر نیما خیلی از دوستان دیگه
به قول معروف صحبت اولی که مطرح کردن جواب آخر بود، ولی من فقط میخواستم از دیدگاه خودم این مسئله رو بگم به عنوان کسی که حالا برحال تو زمین آموزش درگیر هستم. اولا که قبلش بگم که کاش مثل این روما خیلی بیشتر باشه و واقعا جای این روما خیلی خالیه. اینا مسئله بنیادیه که ما متاسفانه خیلی حداقل تو این پلتفرم زیاد، حالا اگرم بوده احتمالاً آدینسش همین در همین حد بوده، ولی خب در همین حد هم واقعا جای شکرش باقیه. یک سوالی که حالا از اول من میخوام بپرسم از دوستان، حتما یعنی خودم هم کنجکاو هستم که در موردش بیشتر بدونم، این که یه بخشی از این مسائل خب همونطور که همه اشاره کردن تکنیک هایی هستش که ما یاد میگیریم، که یعنی مهارت هایی که یاد میگیریم که حالا در این مواقع چه کاری میتونیم انجام بدیم. یه بخشش هم برمیگرده به اون گستره رنگارنگ جامعه که حالا اون رو در سطح وسیع چطوری میتونیم در موردش صحبت بکنیم. آیا این از تک تک ما شروع میشه یا راه دیگه هست، یا این صرفا برمیگرده به سیستم های آموزشی که در از بالا به پایین شروع میشه. این هم یه سوالی که فکر کنم بد نباشه حالا بعدن راجبش صحبت بکنیم. من چیزی که میخواستم بگم این که اگر ما هدف از حالا یه بخشی هم حالا من اینم فقط بگم که این من عذرخواهی میکنم اگر یک کلمه هایی رو حالا به انگلیسی یا لاتینش رو میگم، چون بعضی وقتا تو ترجمه اینا ما هنوز معانی دقیقی نداریم، ولی در حدی که حالا ترجمه شده و اون چیزی که دریافت میشه، یعنی اینا میخواستم قبلش بگم. ما اگه هدف کامیونیکیشن، یعنی اگه کامیونیکیشن رو به عنوان گفتگو تعریف بکنیم، هدف قایش چیه؟ یعنی در سطح جامعه، من اینجوری نگاه میکنم، در سطح جامعه چیه؟ من فکر میکنم که هدف کامیونیکیشن یعنی گفتگو دیسکورس میتونه باشه، یعنی گفتمان، یک گفتمان ایجاد بکنه، گفتمان سازی ایجاد بکنه حداقل. ولی ما میدونیم که روش های کامیونیکیشن بسیار متفاوته. مثلا من میتونم از تکنیک های مختلفی استفاده بکنم که اینجا حداقل در فضایی که بستر صدا مهیاس اینا اینجا زیاد ما میبینیم. مثلا ما اگر هدف فقط صرفا گفتگو باشه، مثلا ما تکنیک هایی داریم، مثلا بلیمینگ، مثلا طرف متن و کانتنت، یعنی کانتکست موضوع خیلی مهم نیست و کلن دنبال اون تخصیر کار میگرده. یا مثلا تکنیک کامپیوتینگ، مثلا حرفای کلی زدن، مثلا اینکه شما باید بچه تو درست بزرگ بکنی. یا مثلا تکنیک دیسترکتینگ، مثلا جوابی که اصلا به موضوع ربط نداره. حالا به نظر میسه که بهترین روش حالا اینجا گفته میشه لولینگ، یعنی جریان پویا، یه جریان پویا. این جریان پویا یکی از مشخصه هاش اکتیو لسنینگه. یکی از مثلا من برای اینکه یک گفتگوی رو با آقای آروین شروع بکنم، یکیش میتونه اکتیو لسنینگ بشه. یعنی من باید اون تکنیکم یعنی حالا تکنیک خوب گوش دادن، اکتیو گوش دادن شامل، یعنی اینا همه به هم متصله. یعنی اگه توش امپاتی نباشه، اگه توش حالا من نمیدونم اوپن مایندنس مثلا چجوری ما تعریف میکنیم، یا شفافیت در گفتگو، یا حتی ساده سازی
گفتگو نباشه، خب اینا هر کدوم از اینا کم بشه به نظر میرسه که خود اکتیو لیسنینگ یا حتی امپاتی اینا معنی پیدا نمیکنه، چون ما همه این کارا رو میخوایم بکنیم که نهایتا اون گفتگو برسه به گفتمان، یعنی ما بتونیم از توش جریانی رو درست بکنیم که همونطور که برای من مهمه که شما چی میگی، هدف منم این باشه، یعنی هدف من این باشه که شما رو بشنوم و این تکنیک ها رو باید یاد بگیرم. خب آره، باید همه اینا رو بدونم که مثلا من به عنوان یک کسی که الان دارم صحبت میکنم، خب من اگه هر کدوم از این تکنیک ها رو به هر دلیلی کم و زیاد داشته باشم، خب میتونه آسیب بزنه به اون جریان پویای گفتمانی که مثلا به عنوان لولینگ ما ازش یاد میکنیم. یعنی که به نظر میسه که بهترین حالتش این باشه. من حرف خیلی دارم ولی خیلی هم حرف زدم و واقعا هم خیلی خوشحال شدم که آقای دکتر نیما رو بعد از خیلی وقت ربطه، من که همیشه پای حرفاشو میشینم، ولی خیلی خوشحال شدم که اینجا صداشون رو شنیدم و دوست دارم که اون سوالم، حالا هر کدوم از دوستان به نظرشون رسید، اینی که این تکنیک هایی که ما صحبت میکنیم که احتمالاً در خیلی از کمپانی ها استفاده میشه، در محیط های آموزشی استفاده میشه، این یه بخشیشه. یه بخشی هم که تو سر تا سر جامعه وجود داره، یعنی یک نظری هستش که یه سری آدم میان اینجا، مثلا نمیدونم الان 46 نفر اینجا میان گوش میکنن، ولی یه جمع گسترده تری علاقه به این صحبت ها ندارن. این هم خودش بخشی از این مشکله دیگه. حالا در مورد این اگر خیلی دوست دارم که نظر دوست دارم بشنم. مرسی. خیلی ممنونم نوید نازنین، امیدوارم که حالا با ما باشی که توی دور دوم بتونیم بقیه صحبت های شما رو بشنویم. پریسا جان بفرمین. ممنون از اینکه تشریف آوردین. خدمت آرزوی فانی هم سلام عرض میکنم. بفرمین پریسا خانم. سلام، خیلی ممنون. سلام میکنم به همه. من حقیقتش فکر میکنم خیلی اتفاقا بحث خوبی بود و خوشحالم که امروز تونستم ملحق بشم به جمع. من میخوام یکم راجع به تجربه خودم با شرکت آی بی ام صحبت کنم و این که اصلا چطور من راجع به این مفهوم اکتیو لیسنینگ و گوش کردن و اینها آشنا شدم. و وقتی که شغل فعلیمو گرفتم، شاید مثلا چیز حدود 10 سال پیش بود، یکی از اولین درس هایی که شرکت آی بی ام به ما داد، چون ما توی بخش کانسالتینگ و سیلز بودیم، این مهارت در واقع همین گوش کردن بود. و یه قانونی از همون اول به ما یادآوری شد که قانون 80-20 بود، که شما باید وقتی توی یه جلسه شرکت میکنین، مثلا با مشتری یا با هر کسی که شما میخواید مشکلاتش رو بشنوید و در نهایت مثلا یه راه حلی هم داشته باشید یا اصلا نداشته باشید یا هرچی، بعد 80% مواقع گوش کنید، 20% مواقع صحبت کنید. و اون صحبتایی هم که شما میکنید باید خیلی پوینتد باشه و سوال باشه بیشتر، و سوال هایی که در واقع صورت مسئله رو بیشتر برای شما روشن کنه. من خودم حقیقتش قبل از این فکر میکنم هیچ وقت این فرصت رو نداشتم که توی ایران به خصوص مثلا به این فکر بکنم و توی مثلا این توانایی رو، این مهارت رو در خودم قوی تر بکنم. اینها بعدن که به هر حال تجربه بیشتری پیدا کردم و خب تو جلسه های بیشتری شرکت کردم، دیدم که چقدر این مهارت مفیدیه و چقدر مهارت مفیدیه در زندگی، که ما وقتی توی یه شرایطی قرار میگیریم، قبل از اینکه قضاوتی داشته باشیم، قبل از اینکه بخوایم راه حلی ارائه بدیم، سعی کنیم مسئله ای رو که باهاش داریم سر و کله میزنیم متوجه بشیم، و این فقط از طریق گوش کردن، اینترویو کردن، صحبت کردن به دست میاد. که خب میگم الان خیلی احساس میکنم به دردم میخوره، حتی توی روابط انسانی و بین کسانی که میشناسمشون یا
یه وقتی که به خصوص توی روابط نزدیکتر خیلی کمک میکنه که شما بتونید گوش بکنید به کسانی که دارین باشون صحبت میکنید. این گوش کردن هم همونطور که فکر میکنم خیلی توضیح داده شد راجبش، اینه که واقعا یه درک متقابله که از دو طرف داشته باشین که خیلی با امپاتی مربوط میشه و اینها. حالا من میگم اینو خیلی نمیخوام وقت بذارم روش، فکر کنم چون خیلی خوب راجبش صحبت شده، اما یه چیز دیگه ای که توی این پروسه یاد گرفتم این بود که وقتی که با آدم ها صحبت میکنم، حالا هر کسی میتونه باشه، دوستانم یا غیره، یه مقدار اون قضاوت رو کنار بذارم و در واقع کلمه فارسی خوب من هنوز براش پیدا نکردم، یه حالت که بهش میگن اکسپتنس، که شما وقتی مثلا با یه نفر با یه شرایطی دارین صحبت میکنین، قضاوت رو کنار بگذارید و یه جور آنچه که میخواید باهاش سر و کله بزنید رو اون شرایط رو قبول بکنید. این قبول کردن در واقع یکی از مهمترین و بزرگترین اشکال دوست داشتن هست. وقتی که شما یه آدمی رو قبول میکنید همونجوری که هست، قضاوتش نمیکنید و میشید گوش میکنید بهش، یا سعی میکنید دنیا رو از نگاه اون ببینید، در واقع میاد راههایی رو و میگم یه سری کتاب های اون موقع میخوندم که میگفت در واقع اکسپتنس، قبول کردن، خیلی راه حل های جدیدی رو در برابر ما باز میکنه. به خصوص میگم اگر شما میخواید به کسی کمک کنید به عنوان حالا روانشناس یا به عنوان دوست یا به عنوان پارتنر یا هرچی، برای همین فکر میکنم این یکی از مهمترین بله الان دیدم که تو چت هم گفتن اکسپتنس میشه پذیرش، در واقع یه جور پذیرش شرایط همونطور که هست، که توی کتاب‌های بودایی و مفاهیم بودایی هم خیلی ازش استفاده میشه، به خصوص کلمه رادیکال اکسپتنس که میشه یه جور پذیرش رادیکال زندگی همینطور که هست و قبول کردنش و دوست داشتنش همونطور که هست. برای همین فکر می‌کنم این دوتا در کنار هم، گوش کردن و پذیرش شرایط و شاید مثلا فهمیدن مسئله قبل از اینکه ما بریم به سمت راه حل پیدا کردن، که خیلی وقتا برای کسانی که دوستشون داریم در شرایط بسیار دشواری اگه ما باشیم، شاید اصلا راه حلی هم خیلی وقتا نباشه و اون گوش کردن، اکتیو لیسنینگ، تنها کاریه که ما میتونیم انجام بدیم. فکر کنم یکی از مهمترین مهارت ها و توانایی هایی که ما میتونیم داشته باشیم و واقعا به قوی کردن و بهتر کردن روابط هم میتونه خیلی کمک بکنه. بازم ممنون، حالا اگر بازم بحثی بود تو هم حتما صحبت بکنم در موردش. خیلی متشکرم. آرمین جان، من یه چیز تکمیلی راجع به صحبت های پریسا خانم بگم. یه گاورنر جنرال کانادا خانم ادریان کلارکسون تو ونکوور اومده بود و یه سخنرانی میکرد و به احزاب یه چیزی رو توصیه میکرد به نام پسیو اکسپتنس. میگفتش که ببین الان ما به مردم بگیم آقا اکسپتنس داشته باشیم، من که با حزب مخالفم نمیتونم اکسپت کنم. در دموکراسی وقتی ما میگیم اکسپت بکنین دیگرانو، منظور نیستش که نظرشون رو اکسپت بکنین، پرزنسشون رو اکسپت بکنین. اسم اینو گذاشته بود حضورشون رو در واقع حضور این دایورسیتی عقاید و اپینیون ها رو در وجود جامعه شما این وجود رو اکسپت میکنین. این اون اکسپتنس به انگلیسی یا به فارسی که میگن پذیرش، خیلی وقت بود معروف میکنن این اکتیو اکسپتنس، یعنی من حرف تو رو پذیرفتم، در حالی که پسیو اکسپتنس، حالا اینو نمیدونم دیگه چجوری به فارسی میشه ترجمه کرد، یعنی من حضور تو رو میپذیرم، وجود یک همچین زاویه از دید رو میپذیرم و جذب میکنم این دید تو رو و اینو میذارم در کنار دید خودم و سعی میکنم این حقیقت به هر ترتیب اگر تفاوت آرام داشته وجود داشته باشه، این جزوی از حقیقته. این پست مدرنیستا میگفتن که هر کسی دنیا رو به سبک خودش میبینه، یعنی واقعیت چند تاست، ولی خود همین و ما هیچ وقت نمیتونیم واقعیت رو مثلا بفهمیم، ولی نکته اینجاست خود همین که این دیدگاه های مختلف وجود داره شناخت واقعیته و اسم اینو گذاشته بود پسیو اکسپتنس. همین خواستم
در این صحبت شما منو به اون یاد انداخت. ممنونم امیر حسین جان. مکس عزیز بفرمید شما کامنتتون رو، بعدش آقای فانی. بله بله، من خیلی کوتاه عرض میکنم خدمتون. ببینید، یکی از واژه‌هایی که در فرهنگ ما جا افتاده خیلی و ما در موردش صحبت میکنیم مسئله قضاوته، و همیشه میگیم آقا قضاوت نکنید، قضاوت کار بدیست. اتفاقا من باید قضاوت بکنم، من باید اطلاعات دریافت کنم، شناخت پیدا بکنم، تحلیل درست اطلاعاتم رو انجام بدم، قضاوتی بکنم و اتخاذ بکنم رفتار متناسب رو با آقای آروین. من نمیتونم بدون قضاوت، بدون اینکه با آروین فکر بکنم، در اتاقش بمانم. اشکال نداره ما قضاوت کنیم، قضاوت اشتباه اونه که گرفتاری برای ما ایجاد میکنه. ما دائما در همه اتاقا هم میشنویم در جمع ها قضاوت بده، قضاوت نکنین. قضاوت بد، نادرست، با اطلاعات اشتباه نباید بکن، چون موقع رفتار متناسبی، حالا چه میخواد گفتاری باشه چه هر نوع دیگه از رفتار باشه، اون موقع اون رو نمیتونیم متناسب انجام بدیم، به خاطر اینکه درک درستی از اون محیط پیرامونیمون یا فردی که در مقابلش هستیم پیدا نکردیم، میتونه قضاوت نادرست ما منجر به یک ارتباط نادرست بشه. ولی قضاوت درست با اطلاعات درست حتما میتونه در یک ارتباط سازنده باشه. مرسی. بله ممنونم مکس نازنین. آقای رضافانی من سلام مجدد عرض میکنم خدمتون، بفرمید شما. منم سلام دارم خدمت شما و همه دوستان و ممنون که اجازه صحبت دادین. من قبل از اینکه صحبت در مورد گفتگو رو بکنم، میخواستم به دو سه تا واژه‌ای که الان اشاره شد و گفتیم در فارسی شاید ما مشکل داریم. ببینید، قضاوت کو مثلا جاجمنتال میگن نباش، که پریسا جان هم با صحبت کردن قضاوت کردن. ما در فارسی بکنم بهترین کلمه که میگیم، میگیم پیشداوری. یعنی پیشداوری یعنی قضاوت جانبدارانه. میگن پیشداوری نداشته باش. وقتی مثلا شما با رضا فانی داری صحبت میکنی، با توجه به شناختی که مثلا از او دارین، حالا در یک مهمونی، در یک تشکل سیاسی، بک‌گراند سیاسی یا غیره، میگن پیش داوری نسبت به او نداشته باش. خب این کلمه به نظرم همون جاجمنتال جاجمنتاله. یا ما در فارسی ضرب المثل بسیار زیبا داریم که میگه با دشمنان مروت، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. این همون تقریبا میشه به اصطلاح اکسپتنس، و اینجا که اشاره کردین پسیو اکسپتنس. یعنی شما مروت با دوستان، با دشمنان که حتی دشمن فرض میکنین، مدارا، یعنی تحملش، قبول کردنش، مدارا کردن، باهاش کنار آمدن، ولی میپذیری که دشمنته، یعنی با دشمنان مدارا. در رابطه با صحبت به اصطلاح این که ما اکتیو لیسنینگ داریم نداریم اینا، من فکر میکنم که یه بخشش برمیگرده به موقعیت‌ها. یعنی ما خیلی وقتا اگر دقت بکنین، نسبت به اتوریتی آدم‌های شنونده‌ای هستیم. یعنی حالا این اتوریتی میتونه یه اتوریتی علمی باشه. مثلا شما سر کلاس درس که میرین شنونده هستین، هیچ وقت خودتون رو با معلمتون یکی نمیدونین و اون رو به اصطلاح گوش میکنین درسو. پیش یه آدم متخصص که میشینین معمولا گوش میکنین، بعد اکتیولی شما گوش میکنین که اون چی میگه و میخواین بفهمین، چون ادعا ندارین که شما موضوع رو میدونین. ولی اون جاهایی که حس میکنین که برابرین، حالا این حس برابری به خاطر این هستش که اون موضوعات در جامعه ما بعضی وقتا به موضوعات تخصصی طبقه بندی نشدن. مثلا در سیاست، آدم ها وقتی وارد گفتگو میشن،
اینا اصلا تحمل به اصطلاح شنیدن ندارن و گوش نمی کنن. یعنی اون اکتیو لیسنینگ منظورمه، اون رو گوش نمی کنن چون از قبل به اصطلاح یه سلسله چیزهای رو می دونن و می خوان اونها رو بگن و براشون هم اهمیتی نداره که طرف مقابلشون داره راجع به چه چیزی صحبت میکنه. اون به همون اندازه میدونه که اینا میدونن. چرا؟ چون کلمات رو، اون کلمات مشابه رو بلدن. ما مثلا در علم، در تکنولوژی، در مثلا کارهای تخصصی، در بسیار از موارد حتی کلمات مشابه، کلماتی وکبلری اون به اصطلاح موضوع رو یاد نداریم، بنابراین گوش میکنیم و از طرف سوال میکنیم، یعنی اکتیولی انگیج میشیم توی اون کانورسیشن، ازش میپرسیم منظورت اینجا چیه، چی میفهمی، چی میخوای بگی. و وقتی توی رشته های تخصصی کار میکنیم، همه ماها که رشته های تخصصی کار کردیم، به خاطر اینکه مرتب این رشته ها دارن تغییر میکنن، مرتب ما باید یاد بگیریم. تو کنفرانس ها میریم میشینیم گوش میکنیم، با آدمای دیگه گوش میکنیم. اگر قرار پروژه ای رو به اصطلاح تحویل بدیم، باید به مشتری گوش بدیم، ببینیم چی میخواد، دقیق بفهمیم به اصطلاح چه سلوشنی رو باید به اصطلاح دنبالش هست، آیا قابل قبول هست براش یا نه. بنابراین این جاهایی که بحث تخصصی هست و ما میپذیریم که موضوع تخصصی است، به نظرم فرق نمیکنه که ما ایرانی باشیم یا امریکایی باشیم یا اروپایی باشیم یا عرب باشیم یا هر کسی. توی موضوعات تخصصی همه یاد گرفتیم چون که بلد نیستیم، یا بلکه باید مثلا مسئله رو حل بکنیم، باید صورت مسئله رو بفهمیم. ولی به نظرم توی مسائل سیاسی، توی مسائل به اصطلاح روز، حتی توی ادبیات و اینا، چون کلمات رو بلدیم، کلمه ها رو معنیش میفهمیم، بعد فکر میکنیم موضوع رو هم میفهمیم، بعد در اون موضوع کم کم خودمون رو صاحب تخصص میدونیم. حالا این به اصطلاح سوشال میدیا هم یه مشکلی شده. قدیما اگه یادتون باشه میگفتن طرف میره مثلا تو حموم آواز میخونه، صداش میپیچه، از صدای خودش خوشش میاد، فکر میکنه خواننده است. حالا ما در سوشال میدیا یه چیزی مینویسیم، یکی لایک میزنه، بعد خودمون مطلب خودمونو میخونیم، فکر میکنیم ما خیلی میفهمیم، یا صحبت خودمونو گوش میکنیم، یکی مثلا برامون یه دستی میزنه، تعارفی بهمون میکنه، فکر میکنیم خیلی میفهمیم. بعد این به اصطلاح تصور نادرست، یعنی توهم ایجاد میشه که در این عرصه شما لازم نیست خیلی گوش بکنی مثلا به فلانی و فلانی و فلانی، تو خودت همه این مسائل رو میفهمی، چرا باید گوش بکنی اصلا گوش کردن. یعنی اتوماتیکلی ما میریم توی مودی که گوش نمیکنیم، چون خیلی مسئله به نظرمون پیچیده نمیاد. ولی من فکر میکنم که باید بپذیریم که توی رشته هایی که ما زبانش رو، کلماتش رو باش آشنا هستیم و روزانه به اصطلاح در جریانش قرار میگیریم، هنوز باید بپذیریم بابا بعضی از اینا یه تخصصه. مثلا سیاست یک تخصصه و این رو به اصطلاح شما نباید نفیش بکنی، چون شما هم مثلا پای اخبار میشینی اخبار گوش میدی و اون یکی دیگه هم اخبار گوش میده، شما هم مثلا صحبت میکنی اونم صحبت میکنه، این معنا نیستش که ما همه از نظر سیاسی فهم مشابهی داریم و پیچیدگی‌های سیاست رو همه ما درک میکنیم. پیچیدگی‌های سیاست هم به نظر من به همون اندازه پیچیده هستن که بسیاری از مسائل دیگه پیچیده هستن، ولی ما این رو متوجه نمیشیم که یه جاهایی هستش که ما متوجه نیستیم، ولی فکر میکنیم که میفهمیم، به اندازه همون متخصص ها هم میفهمیم. و در این رابطه من فکر میکنم تو ایران هم یک به اصطلاح اشکالات خیلی جدی جدی وجود داره که این شبکه های به اصطلاح خبری و اینا با آوردن آدما عنوان‌های بی جهت دادن. مثلا بی بی سی من صدا میزنه میگه آقا من تو رو چطوری معرفی بکنم؟ من اگه بگم مثلا متخصص مسائل سیاسی بین‌الملل، اون میگه آقا رضای فانی متخصص مسائل سیاسی بین‌الملل. بعد من یه دفعه خودم دچار توهم میشم که من متخصص سیاست مثلا بین‌المللم. اینا هم به اصطلاح به نظرم اضافه شده بر این مشکلاتی که این روزها هست. خیلی ممنون، امیدوارم که همگی خوب و خوش باشین. طبق معمول بسیار عالی جناب وایفانی. آقای مسعود خان ممنون از اینکه منتظر بودید، بفرمید، شما رو میشنویم. سلام، صدای من رو دارین؟
بله بله شما بفرمایید. چشم همایون جان، بعد از آقای مسعود شما رو. من اجازه هستید 10 دقیقه به من فرصت بدید؟ بعد از 10 دقیقه در خدمتتون باشم. زنده باشید. آقای همایون بفرمایید اگه مطلبی هست. سپاس از شما که به من زمان دادیم. میخوام یکم در باره مسئله ایران صحبت بکنم، چون فکر میکنم دغدغه امروز مردم ایران حاکمیت و دموکراسی. میخوام در باره رابطه گوش کردن فعال با دموکراسی صحبت بکنم. آره در زیر خب تایتل که... باشه، یعنی از تایتل خارج نشیم. آره در واقع همونه. فرض بکنین الان مردم ایران میدونیم که خب خیلی با یه سری مسائلی مشکل دارن. یه نمونهش حجاب اجباریه. خب این به خاطر اینه که مردم این حس رو دارن که نمایندگانشون به حرف اون اصلا اهمیت نمیدن، گوش نمیدن. حتی هیچ اپوزیسیونی توی مجلس ایران این مسئله رو مطرح نمیکنه که مردم بشنون. حالا فرض بکنیم زمان گذشته و مردم ایران به دموکراسی رسیدن. شما میخوان رای بدین به حزب مورد علاقتون یا به کاندیداتون و یه سری دیدگاه خاصی دارین. مثلا به نظر شما طبق جنین کردن باید آزاد بشه توی کشور، حتی زمانی که یک کودک 8 ماهشه. یا مثلا به نظر شما کشیدن ماریجوانا باید آزاد بشه توی ایران. خب وقتی نماینده هایی که شما دارین، شما انتخاب کردین توی مجلس، حتی در این موضوع حتی مطرح نمی کنن که رأی هم نیاره، چه اتفاقی میفته؟ اصلا ناامید میشین. اگه دوارش صحبت بشه و رأی نیاره، دست کم میگین خیلی خب من تلاش میکنم با آدمای دیگه صحبت کنم، شما شنیده میشیم، امیدو پیدا میکنین و خب اون موقع دفعه بعد با امید بیشتری رأی میدین و مشارکتتون رو قوی تر میکنین تا اون حزبی که حرف شما رو داره گوش میکنه رأی بیشتری بیاره رو بالاخره یه روز به اون دیدی که داریم برسیم. یا با آدمای دیگه صحبت میکنین در مورد این موضوع، چون امید دارین که شنیده بشه. یه نمونه دیگه فرض بکنین شما ایران عوض شد و به دموکراسی رسیده. حالا یه قشری هست که دیدگاه متفاوتی داره، مثلا به نظرش باید یه سری مدرسه باید باشه برای دختران جوان که اونجا با حجاب برن مدرسه و هیچ پسری اونجا نباشه. خب اگه حزبی که اون آدم انتخاب میکنه اصلا نتونه بره توی مجلس یا اصلا نتونه حرفش رو بزنه، این آدم ها چون سرخورده میشن و احساس میکنن حرف اون اصلا شنیده نمیشه، ممکنه تلاش بکنن که در بیفتن با حکومت خودشون، برای نمونه مالیات ندن یا اصلا تو رای گیری شرکت نکنن یا به آدمایی که دید متفاوتی دارن به یه چشم بدی نگاه کنن. این برای همینه که توی وقتی مجلس داره یه چیزی تصمیم میگیره، خیلی وقتا علنی و فیلماشو میذارن که پخش بشه همه ببینن. مثلا خود من که آلمان زندگی میکنم، خیلی وقتا از تلویزیون حتی از یوتیوب همه فیلمای کامل مجلس رو میبینم و میبینم که مثلا با اینکه تو آلمان خارجی‌ها خیلی حق دارن، یه حزبی هست که خیلی مخالفه با اومدن خارجی‌ها یا دادن پاسپورت به خارجی‌ها و بالاخره حرف مردم شنیده میشه. برای همین مردم دست کم حس میکنن که اگه به این حزب رأی بدن، یه کسی هست که حرف اونا رو بشنوه و درک بکنه. اگه اینجوری نبود شاید اونا با کشور خودشون در میافتادن یا کشور خودشون رو ترک میکردن. پس این نشون میده که 100% میتونه یه رابطه میاره، حتی جی دی پی برای یه کشور و رابطه مردم اون کشور با هم، و احساس این که اگه با هم حتی اختلاف دارن توی مسائل سیاسی میتونن با هم کنار بیان، رابطهش رو با هم نشون میده. من فکر میکنم اگه کشورهای که بهش میگن خاورمیانه مانند ایران روی این مسئله یکم بیشتر کار بکنن، در آینده بهتری خواهند داشت. سپاس از شما که به من زمان دادید. ممنونم همایون جان. بفرمایید دکتر، بفرمایید. بله، ضمن سلام مجدد به دوستانی که جدیدن اومدن، من دیگه این آخرین فرصتی است که میتونم صحبت بکنم، بعدش دیگه فقط میتونم گوش کننده باشم. یه نکته رو در چارچوب صحبتی که دوستان اخیر کردن بیایم و این ماجرا رو در چارچوب دنیای دموکراسی بررسی بکنیم. دنیای دموکراسی دنیای تصمیم گیری جمعیه و از طرفی تصمیم گیری جمعی است که در واقع رقابت برای قدرت هم هست، چون دموکراسی در عالم سیاسته. اینجا کانتنشن به وجود میاد، یعنی مردم با همدیگه دچار تضاد منافع ممکنه باشن، چیزهای مختلفی رو بخوان. من میخوام اهمیت گوش دادن رو در سه تا شرایط در واقع این گیم تیوری که در دموکراسی به وجود میاد بگم و آقای دکتر که الان تشریف بردن بعد الان دیگه تشریف بردن، یه نکته جالبی رو گفتن که خب یه سری از این
علل که مردم گوش نمیکنن خودخواهیشونه و اینکه میدونن که فکر میکنن که ما همه چی رو میدونیم اینا، ولی این چیزی که من الان میخوام بگم به فرض خودخواهی فرده. یعنی الان میخوام بگم فرض کنیم که شما یک فرد خودخواه هستی و در دنیای دموکراتیک میخوای بدونی چرا باید گوش کنی. این سه تا این بالانس پاور ممکنه وجود داشته باشه. یکیش هستش که شما در قدرت هستی، یعنی شما در پوزیشن پاور هستی، الان اداره جامعه اصلا دست شماست، حزب برنده ای. اینجا شما اگر که و خیلی هم خودخواهی میخوای در قدرت هم باقی بمونی، شما اکتیو لیسنینگ و اینکه سعی کنی که جناح‌های مختلف و تمام دایورسیتی که در جامعه وجود داره نظراتشون رو بفهمی برای خودت خوبه. اینو ما باید کاری بکنیم که احزاب چون بالاخره به نوبت میان به قدرت دیگه، امروز این در حکومت فردا اون در حکومته، همشون اینو اگه بفهمن بهتر جامعه اداره میشه اصلا، چون به نوبت اینا جامعه رو اداره میکنن دیگه. آقا شما اگر که بفهمی واقعا درک کنی که اون کسی که این قانونی که شما گذاشتی باش مخالفه، چرا مخالفه، بهتر میتونی اداره کنی و به هدف خودت برسی، چون این واقعیت خارجیه. با اینکه شما کلتو بکنین تو برف یا جریمش بکنی، مخالفت اون طرف که از بین نمیره که. در نتیجه اینجا اکتیو لیسنینگ برای یک فرد خودخواه در پوزیشن قدرت لازمه، برای اینکه بتونه همون قدرت خودشو درست حفظ بکنه و پایه‌های قدرت خودشو متزلزل نکنه. حالت دیگه‌ای که به وجود میاد توی همین سیستم سیچویشن در واقع دموکراتیک دیسیژن میکینگ، دو تا حزبن با هم رقیبن و هیچ کدومشون هم در پاور نیستن. اینا برای اینکه به قدرت برسن باید ائتلاف ایجاد کنن، باید با همدیگه متحد بشن، باید با همدیگه بتونن گفتگو کنن، و برای اینکه این دو نفر بتونن با هم متحد بشن باید حرف اون طرف مقابل طرف بشنوه، ببینه با کجاهای اون حرف موافقه و با کجاهای اون حرف مخالفه و واقعا یه مپ دقیقی داشته باشه که آقا مثلا حالا در کانادا حزب NDP چه خواسته هایی داره، چه اهدافی داره، و مثلا حزب لیبرال چه خواسته ها و اهدافی داره. و در صورتی میتونن این دوتا حزب با هم اعتراف بکنن که واقعا درک کنن که اون یکی حزبه چی میخواد دقیق. باید یه تیمی مثلا سیستم آنالیست مثلا هستن توی بیزینس، توی سیاست در واقع این کسایی هستن که وارد نگوشیشن میشن، قشنگ بشینن گوش کنن ببینن آقا این طرف این حزب مقابل ما چی میخواد. بعضیش مشترکه، بعضیش متفاوته. اگر اون مشترکات و تفاوت ها رو درک نکنن نمیفهمن که چجوری به اون، یعنی همیشه در اقلیت باقی میمونن، دو تا حزب با هم مختلف باقی میمونن، نمیتونن اعتراف کنن، به حکومت هم نمیرسن. یعنی اینجا ما دیگه حتی توصیه اخلاقی نمیکنیم که آقا خودخواهی تو بذار کنار و فلان. برای اینکه به اون هدف خودتون برسین در یک سیستم دموکراتیک ائتلاف لازمه. حتی فرض کنین که در حزب کمونیست چین هم که در نظر بگیرین یه حزبه، بالاخره طرفداران آقای ژی هست، طرفداران مخالفش هم هست، طرفدارای این وزیر خارجه که الان دیگه نیستش هست، طرفدارای این وزیر خارجه که هستش هست. اینا معلومه که در اون داخل همه هموژن نیستن. برای اینکه بتونن با هم دیگه اعتراف کنن، همونطوری که NDP و در واقع لیبرال باید با هم اعتراف بکنن، در اون داخل جناح‌های مختلف یه حزب هم باید با هم دیگه همدیگر رو درست درک کنن، حتی اگر خودخواهن و فقط به منافع خودشون فکر میکنن، باز درک اون یکی لازمه. و آخرین نکته‌ای که میگم دیگه بعدش هم میرم در سکوت کامل، بخاطر که توی جلسه‌ای باید برم دوستان. حالا یک گروه دیگه هم مردم جامعه هستن، سیتیزنز. اینا در یه سیستم دموکراتیک باید رأی بدن، باید بین این آلترناتیوهای موجود رای بدن، و هیچ حزبی نیست که مثلا فردی مثلا آقای اکس این میخواد انتخاب کنه. هیچ کدوم از این حزبا نخواهد بود که همه خواسته های اونو برآورده کنه. مثلا در آمریکا طرف مسیحیه، میره میبینه حزب کنسرواتیو جنگ طلبه، میگه خب این هم مسیحیه هم جنگ طلبه. طرف مثلا صلح طلبه، میره میبینه حزب دموکرات طرفدار وال استریت مثلا، و همینطور هر حزبی رو که میبینیم یه خوبیایی داره یه بدیایی داره، 100% خواسته های اون فرد برآورده نمیکنه. در نتیجه این فرد، همون این یک ایندیویدوالی که به قول اکونومیست ها در واقع اون یوتیلیتی فانکشن خودشو داره، خواسته های خودشو داره، اینم باید بره بشینه دقیق گوش کنه ببینه این احزاب مختلف
چی میگن و واقعا کدومشون چقدر از خواسته این برآورده میکنن چقدر نمیکنن و به صورت در واقع واقع گرایانه درک بکنه این جناهای مختلفو. من تو یک اتاقی بودم که داشتم به طرف توصیه میکردم آقا نرین تو اتاقای افراد دیگه. من میخوام بگم سیتیزن ها و احزابی که دیترمین هست ماینشون اصلا دنبال حقیقت هم نیستن و میگن به حقیقت نیستن و اون افراد در قدرت همه برن به اتاقای مخالفشون گوش کنن، چون اگه نرن به اتاقای مخالف عقیده خودشون گوش کنن این دایمنشن های واقعی که در جهان وجود داره رو نمیبینن و ما به هدف خودشون نمیرسن. این در واقع یه توصیه است که ما تو دانشگاه‌های بیزینس آدمایی که هستن فرض کن به دونالد ترامپ هم این توصیه رو باید کرد، کسایی که خیلی هم خودشون از همه بزرگتر و فهمیده‌تر و هیچ قصد فهمم ندارن، میگه آقا برای که تو موفق بشی به حرف دیگران گوش کن، برای که به اون هدف‌های سلفیش خودت هم برسی باید به حرف دیگران گوش کنی. من حالا شما حتما این حرفای منو بهبود میدین و من گوش میکنم. مرسی. ممنونم جناب آقای دکتر قاسمی نژاد. آقای ایلیا، درست عرض کردم اسمتون؟ آقای آروین من الان میتونم صحبت کنم؟ صدا میاد؟ بفرمایید شما، بفرمایید مسعود جان، بعدش آقای ایلا رو، آقای یا خانم من نمیدونم اکانتشون رو دقیقا، شما بفرمایید. بسیار خیلی خیلی ممنونم، من خیلی استفاده کردم از صحبت‌های دوستان، خیلی موضوع جالبیه و خیلی هم موضوع عمیقیه، برخلاف اون چیزی که ممکنه به نظر بیاد. مسئله شنیدن فعال یه مهارت بسیار پیچیده است. فکر کنم کسی که اساساً این واژه رو پایه‌گذاری کرد یه روانشناس خیلی معروفیه به اسم آقای کارل راجرز، که اساساً یه سبک خاصی رو در مشاوره روانشناسی بنا نهاد. حالا اینجا دوستان روانشناس هستن میتونن اطلاعات بیشتر بدن و من چون خودم این مکتب کارل راجرز رو توی کلاس فلسفه تدریس کردم یه مدتی، دلیلش هم میگم که چه ربطی به فلسفه داره. کارل راجرز یه مسئله خیلی جالبی رو میگه و اون این که جز روانشناس های هیومانیسته، اینا روانشناس های پسا فرویدی هستن که اغلب یه مدتی با مکتب فرویدی اومدن روانکاوی کردن بعد جواب نگرفتن، اومدن حالا یه شیوه های جدیدی رو پایه‌گذاری کردن و میگه که من متوجه شدم مهمتر از اون چیزی که مهمتر از این که من به مراجعام راه حل بدم اینه که بشنومشون و احساسات اونها رو بهش اعتبار ببخشم. توجه کنید میگه اعتبار ببخشم، نمیگه تایید کنم. اول میگه که اکتیو لیسنینگ اینه که شما با تمام بدنتون بدون قضاوت به کلام فرد مقابلتون گوش بدید و جان کلام اون رو به علاوه احساسات مستتر در کلام اون متوجه بشید، یعنی منظور کلام اون رو متوجه بشید. نه فقط این، بلکه احساسات مستتر و پنهان در کلام فرد مقابل رو هم متوجه بشید و بعد بدون قضاوت این احساسات و جان کلام رو به اون برگردونید. این برگشت وقتی که در مورد منظور کلام به کار برده میشه در عبارت روانشناسی و حتی فنون مذاکره بهش میگن میررینگ، یعنی شما آینه بشی و وقتی که شما احساسات رو منعکس میکنین بهش میگن همدلی، امپاتی، همدلی انجام میده. چیزی که کارل راجرز میگفت این بود که به عنوان یه روانشناس او با طیف گسترده‌ای از افراد سر و کار داشت که برای اینکه بفهمتشون لازم بود که قضاوتشون نکنه. مثلا خود کارل راجرز یه ویدیویی داره تو یوتیوب، خیلی ویدیوی جالبی، در مورد یکی از مراجعینش، در مورد یک زن و شوهری هن که بهش مراجعه کردن و
خودش میگه که خود کارل راجرز داره گزارش میده، میگه زنی که در واقع توی این سناریو هست، این شبها به صورت نیمه وقت میرفت و کار استریپ انجام میداد، یعنی توی استریپ کلاب کار میکرد و این اساساً از منظر شوهرش هیچ مشکلی نداشت، یعنی شوهرش خیلی هم در مورد این مسئله ساپورتیو و حامی بود. حالا کارل راجرز میگه اگر من میخواستم با یک دید اخلاقی خاص بیام و این کار رو قضاوت کنم، اساساً روش من به درمان منجر نمیشد، بنابراین مجبورم و باید این رو بدون قضاوت گوش بدم و بهش احساسات و کلام رو بدون قضاوت برگردونم. این مسئله که توی هوش هیجانی هم از همون کارل راجرز گرفته شده، تو فنون مذاکره هم ازش استفاده میشه و انقدر تو فنون مذاکره سخته که اساساً ما همیشه میگیم شما باید چند نفر یه تیم مذاکره کننده باشه و این تیم مذاکره کننده باید همزمان یادداشت بردارن، چون شنیده های افراد مختلف توی یک تیم مذاکره متفاوته، یعنی اینقدر اکتیو لیسنینگ و شنیدن کار مشکلیه. اما من اگر وقت دارم میخوام یه پرانتزی هم باز کنم که این پرانتزم خیلی مهمه. ببین توی کانتکست روانشناسی و حتی تو کانتکست مذاکره اکتیو لیسنینگ خیلی مهارت مورد نیازیه. خب قضاوت نکردن مهارت خیلی مورد نیازیه. حتی توی یه کانتکستی مثل مناظره سیاسی هم اکتیو لیسنینگ خیلی به آدم کمک میکنه. اما خیلی جاها به خصوص تو بحث‌های سیاسی شما نمیتونی اکتیو لیسنر صرف باشی، مجبوری که بیای قضاوت رو هم همراه بکنی. ببین من میتونم از کارل راجرز بخوام که در روش مشاوره خودش اکتیو لیسنینگ بدون قضاوت رو به کار ببره و هیچ قضاوتی رو به نوع انعکاسش از کلام طرف مقابل اضافه نکنه، اونجا این جواب میده. اما نمیتونم از جو بایدن بخوام وقتی داره با ترامپ مناظره میکنه بیاد اکتیو لیسنر صرف باشه و قضاوت نکنه و قضاوت خودش رو اضافه نکنه. یعنی میخوام این رو بگم که به کانتکس خیلی بستگی داره نحوه شنیدن ما. در اونجایی هم که جو بایدن و ترامپ داره مذاکره میکنن، دارن مناظره میکنن، اکتیو لیسنینگ قطعا به کار میاد، از این جهت که شما متوجه بشی طرف مقابل داره چی میگه. ولی به هر صورت اونجا کانتکس میطلبه که شما قضاوت خودت رو هم همراه بکنی. نوع مناظره های سیاسی و مباحث های سیاسی که به خصوص در کلاب هاوس هست از این جنسه و مسئله به خصوص در مورد ایران یه مقدار پیچیده میشه. این پیچیدگی در مورد یه کانتکست های سیاسی مثل ایران خیلی عمیقه، چرا که ما توی کانتکست های سیاسی مثل ایران افرادی رو داریم که اساساً درک اینها از واقعیت موجود کاملاً با هم متفاوته و حتی شنیدن فعال هم نمیتونه اینها رو به درک متقابلی نزدیک بکنه. اینقدر اینها به صورت رادیکال با هم دیگه متفاوتن که حتی شنیدن فعال هم نمیتونه به این مسئله کمک بکنه. میتونه یک کمک کوچیکی بکنه از این جهت که من متوجه بشم موضع طرف مقابل چیه، ولی نمیتونه در نزدیک کردن مواضع به هم دیگه کمک کنه. و این یکی از مسائل اساسی ایرانه، یعنی درک ما از واقعیت مسائل انقدر شدیداً متفاوت شده که اساساً نزدیک کردن این دیدگاه ها به هم دیگه حتی با فعالترین نوع شنیدن هم ممکن نیست.
حالا من در مورد این مسئله میتونم بیشتر توضیح بدم ولی نمیخوام متکلم وحده باشم، میشنوم بعد اگر فرصت شد دوباره صحبت. ممنون مسعود جان، بسیار صحبت های خوب و آموزنده ای بود. حالا توی دور بعدی حتما بیشتر استفاده میکنیم. آقای خانم ایلا رو هم بشنویم که یه دور همه دوستان صحبت کرده باشن و بعدش در خدمت هستیم. سپاسگزارم. خواهش کنم، بفرمایید. مهارت گوش دادن فعال و اهمیت آن برای ایرانیان. خب گوش دادن خودش اهمیت زیادی داره و مطمئنن اهمیتش باز انتها و نه و نیز اهمیت دیگر. و در کل کسی که این سوال زیبا رو تر کرده، غم بزرگی از ظلم به فرزندان سرزمینمون در قلبش نهفته است. چرا؟ چون در انتهای مطلب و اهمیتش به ایران و تفکر فرزندان عاشق این سرزمین رجوع میکنه. به نظر من که اگر بخوایم در مورد گوش دادن و اهمیتش صحبت بکنیم، اول باید به این فکر بکنیم که ایرانی های عزیزمون شاید قرن هاست که دارن ترور میشن و ما باید از این ترور جلوگیری بکنیم. اینها توسط اعراب به واقعیت ترور میشن. چرا؟ شما بیاین به تفکر بچه های الان سرزمین نگاه بکنید. هنوز فرزندان و بچه هایی هستن که به متجاوزین به این سرزمین به چشم مدافعین نگاه میکنن. بله صحبتتون مربوط نیست آرمین جان. ببخشید نه خواهش میکنم، درست فرمودین خانم مونا. ببینین دقیقا زیر تایتل صحبت قراره انجام بشه. خب خیلی من نمیخوام رد یا صحه بذارم روی فرمایشات شما، ولی خواهش میکنم که دقیقا در باره تایتلمون که مهارت گوش دادن فعال هستش و تکنیک های این مهارت یا اهمیت این مهارت گوش دادن اگر مطلبی هست بفرمایید. خواهش می‌کنم. من فقط یک مطلب رو میگم و اگه قراره کسی گوش کنه همینه، غیر از این دیگه هیچ صحبتی ندارم. گوش کنید، به واقعیت خودتون برسید. اینها دارن فرزندان ایران رو ترور میکنن. همینو بس. سپاسگزارم ازتون. ممنونم از شما. خب یه دور در همه دوستان صحبت کردن، آقای نوید رفتش متاسفانه. من دور دوم رو خیلی دیگه نوبتی قرارش نمیدم اگر موافق باشید. خانم دکتر تارانی، آقای فانی، پریسا جان، مونا خانوم، همه دوستان، من حالا تک تک اسم نمیبرم، لطفاً اگر مطالبی هست خواهش میکنم که خودتون مایک بزنید رو صحبت بفرمایید. خواهش میکنم. خانم دکتر تارانی، میخواین شما رو بشنویم. شما امروز خیلی دیگه انرژی گذاشتید، یه اتاق مفصلی رو بعد از ظهر داشتید، یه اتاق هم امشب دیگه حسابی روی منبر بودید امروز. بفرمایید. خواهش میکنم. ببخشید چون من مشغول آشپزی هستم، اگه ممکنه دوستان صحبت کنن بعد من. نه خواهش میکنم. خواهش میکنم. هر کدوم از دوستان که علاقه مند هستن که الان صحبتاشون رو بشنوی. مونا خانم، میخواین شما بفرمایید. بله خیلی ممنونم. اگر که دوستان عجله ندارن برای رفتن، چون یواش یواش بعضی از شهرها داره دیر میشه ساعت، اگر که دوستان کسی هست که بخواد صحبت کنه و عجله داشته باشه و بخواد بره، اگر اینجوریه من بعدا میتونم صحبت کنم. خب اگر که نیست، من میخواستم یه نکته ای رو عرض کنم و اون این که خب چندین نفر از عزیزانی که صحبت کردن به درستی به این موضوع اشاره کردن که ما برای گفتگو یا گوش دادن فعال آموزش ندیدیم. خب این مسئله هست که ما هممون میدونیم ضعف‌های زیادی در آموزش وجود داره در ایران
کار تیمی انجام نمیشه. آقای فکر کنم دکتر نوروزی بودن اگر اشتباه نکنم، شهرام عزیز دیگه ای بودن که اینو خیلی باز کردن که کار تیمی ما ضعیف هست و آموزش ندیدیم. من این رو کاملا میپذیرم و قبول دارم. اما صحبت من یا در واقع نکته‌ای که میخوام اینجا عرض کنم یا شاید هم بیشتر سوال هستش که برای اون بخشی از ایرانیان که مهاجرت کردند به خارج از ایران، همونطور که مثلا پریسا جون مثال خودشون رو زدن در آی بی ام، همه ماهایی که اومدیم و اینجا داریم کار میکنیم و توی کارهامون آموزش دیدیم، آموزش دیدیم که چطوری به مشتری گوش کنیم. من به عنوان یه معلم آموزش دیدم که چطوری به حرف اولیا گوش کنم، چطور با همکارانم در تعامل باشم. برای کوچکترین موضوعی ما باید جلسه بذاریم، حرف همدیگر رو بشنویم و مطمئن باشیم که حرف همدیگر رو درک کردیم و بتونیم که نظر خودمون رو هم به طور مؤثر بگیم، یعنی هم مؤثر بشنویم هم مؤثر بگیم. خب ما که این آموزش ها رو دیدیم، درسته این آموزش ها در سنین بعد از مدرسه اتفاق افتاده، شاید بعضیا بگن که خب نهادینه نشده، ولی ما واقعا داریم از این توی این جامعه استفاده میکنیم در ارتباط با دیگران. یعنی ما در جایی که کار اداری داشته باشیم، تو محل کار خودمون، توی بیزینس خودمون، داریم از این مهارت استفاده میکنیم، یعنی و داریم کسبش میکنیم هر روز بیشتر و بیشتر. حالا سوال اینجاست یا نکته اینجاست که چی میشه که همین آدمهای موفق در کار خودشون که این مهارت رو آموزش دیدن اینجا و یاد گرفتن، وقتی که به ایرانی میرسن، وقتی به هموطن خودمون میرسیم، یهو کلن این قضیه انگار که دیلیت میشه. یعنی دیگه این ما دیگه این انگار این آموزش رو اصلا ندیدیم، انگار اصلا کلن با این مهارت بیگانه هستیم و خیلی سریع پیش تمام صحبتایی که دوستان کردن پیش داوری میکنیم، مثلا قضیه پذیرش میره کنار و شروع میکنیم به قضاوت کردن و دیگه اصلا صحبتای طرف رو گوش نمیدیم، یک کلمه رو میگیریم دور و بر اون واسه خودمون یه عالمه مطلب میبافیم و منتظریم که حمله کنیم. نکته اینجاست که اینجا چه اتفاقی میفته. من دلم میخواست که در واقع این نظر شخصی منه که بحث بیاد اینجا که ما اینجا چی کار کنیم. ما که اینجا تو یک شرایطی هستیم که خیلی ها میتونن تریبون داشته باشن، میتونن صحبت کنن، از پلتفرم‌های مختلف استفاده بشه، اینترنت برای همه مهیا هستش، یعنی واقعا خیلی از محدودیت هایی که در ایران وجود داره برای عزیزان ما اینجا برای ما وجود نداره، ولی ما از این موقعیت نمیتونیم اون استفادهی که باید رو بکنیم بدون اینکه به همدیگه بتونیم درست گوش بدیم. من میبندم و خیلی خیلی دوست دارم که در این رابطه دوستان اگه نظری دارن بگن لطفا. ممنونم مونا جان. پریسا خانم شما تشریف داریم؟ خب آقای فانی بفرمایید، خواهش میکنم. خیلی ممنون، مرسی. من میخوام به سوالی که مونا کرد، یعنی سوال که نه، مشاهده‌ای که مونا داره به اون اشاره کنم. ببین ما به آپریتینگ سیستممون تا که با کامیونیتی ایرانی صحبت میکنیم یه جور دیگه عمل میکنه. یعنی شما مثلا میگیم کاستومر سرویس، ما وقتی توی یه مغازه میریم یا یه فروشگاه میریم که اونجا مثلا امریکایی هست، حالا شما تو کانادا طرف امریکایی سفیدپوست بوره نمیدونم فلانه، اونجا یه نوع برخوردی رو میکنیم، یه انتظاراتی رو داریم به عنوان کاستمر سرویس،
ولی وقتی میریم توی مغازه ایرانی که صاحبش ایرانیه یا مغازه افغانی که صاحبش افغانی هست، یه رفتار دیگه رو میکنیم. حالا چرا این اتفاق میفته؟ من یه مثال دیگه هم بزنم بعد بشه اشاره کنم. من مثلا وقتی که با دوستانمون صحبت میکنم، دوستان ایرانیمون، من مثلا اگه یه انتقاد کوچیکی مثلا از سیاست امریکا بکنم، چه در خاورمیانه، چه در رابطه با ایران، چه در رابطه با هر چیز دیگه، چه مسائل داخلی، من فوراً متهم میشم به یک آدم امریکا ستیز که دشمنی داره، نگاهش نگاه جمهوری اسلامی، نگاه عقب مانده هست و چه و چه و چه، یا در بهترین حالت دیگه چپ کمونیست مثلا استالینیست. ولی همین رو اگر مثلا یک سفید پوست امریکایی به اسم جو فلان یا مایکل فلان بیاد بکنه، اون فرد به اصلا تو مخیلش به این نمیاد که این آدم ضد آمریکاییه. اون اصلا اتوماتیکلی اون یا آمریکاییه، حالا میتونه آمریکایی پروگرسیو باشه، آمریکایی دستراستی باشه، تونرو باشه، رادیکال باشه، ولی اون دیگه ضد آمریکایی نمیشه. من بعضی وقتا به دوستانمون میگم که ما با این که در این کشورها زندگی میکنیم، ولی خودمون رو هم سطح اینها نمیدونیم و به همین دلیل هستش که ما در رفتارهامون، مثلا همین اکتیو لیسنینگ که شما میگین، ما مثلا سر کار که هستیم توی به اصطلاح اون دا آپریتینگ سیستم امریکایی یا کانادایی یا اروپایی که رفتار میکنیم، اون آپریتینگ سیستم سر کار به صورت حرفه‌ای به من و شما میگه که اکتیو لیسنر باش، گوش بکن، کاستومر مهم هست، کلاینت مهم هست، سلوشن بخش زیادیش درک به اصطلاح مسئله هست، درک پیچیدگی مسئله هست، این رو تو فقط خودت نمیتونی، باید از کاستومر بپرسی، کسانی که اونجا دارن تست میکنن رو باید گوش بدی، تمام اینا. ولی وقتی که بر میگردیم تو جامعه ایرانی، اونجا به اصطلاح این کارا رو نمیکنیم. من فکر میکنم که تا حدود زیادی بعضی از این رفتارها به خاطر این هستش که ما رفتارمون در به اصطلاح بازی بزرگتره که به اصطلاح تو این کشورهای اروپایی و اینا هستیم، چه با اتوریته در این کشورها، چه با افراد معمولی، چه با نیروهای سیاسی که مخالف 100% نظراتشون هستیم، چه با اونهایی که موافق نظراتشون هستیم، با اونها کاملا متفاوت هست و در یک مود رفتاری متفاوتی هست تا با کامیونیتی ایرانی. و این تا حدودی من مثلا به این نتیجه رسیدم، حداقل در رفتار با بعضی از دوستانم، به اونا میگم که شما برای به اصطلاح ایرانی که داخل اروپا هست راجع به اروپا اظهار نظر میکنه، یا ایرانی که داخل کانادا یا آمریکا هست راجع به اینا اظهار نظر میکنه، برای اون حق برابر با اون امریکایی بلوند مثلا سفید پوست فلان تو کانادا، اروپا، آمریکا حق برابر قائل نیستین و به همین دلیل هستش که با اون رفتارهاتون بسیار بسیار متفاوت هست و در اون چارچوب رفتارهاتون کاملا میره به اصطلاح توی نرمهای مورد قبول اون جامعه، ولی در همون جامعه وقتی با کامیونیتی ایرانیش یا توی اتاق مثلا کلاب هاوس ایرانی شرکت میکنین یا مثلا در یک دیسکاشن مثلا معمولی با یک ایرانی دارین صحبت میکنین، اون مود رفتاریتون کاملا عوض میشه. بعد به نظرم یه مقداری از این رفتارها تا حدودی شاید به خاطر مهاجرت ما هست، به خاطر این که به اصطلاح نمیدونم، حالا پیچیدگیاش زیاده از نظر روانشناسی و غیر وزاره که الان وقت صحبت نیست، ولی من فکر میکنم که خیلی ها اتوماتیکلی یک سویچ میکنن با یک مود دیگه و اون مود دیگه اون وقت اکتیو لیسنر نیست، احترام متقابل رو نمیذاره، برای ایده های به اصطلاح دیگران چیز نیست، خیلی پریجاجمنتال هست و تمام این اشکالاتی که الان ما داریم راجبش صحبت میکنیم. خیلی ممنون. ممنونم جناب فانی عزیز. آسود خانم شما بفرمایید. دوتا از دوستای عزیزمون آقای شروین و فرانک اضافه شدن به جمع، بعدش این عزیزانو بشنویم. بفرمایید خانم آسوده.
مالکوم گلادمن یه کتابی داره به اسم بلینک پلک. در این کتاب یه سری تحقیقاتی که اینا کردن، یکی از بستلراست که خیلی یه زمانی خیلی شاید 15 سال پیش سر صدای زیادی کرده بود، تحقیقات زیادی شده که وقتی که چون کامیونیکیشن فقط گفت و شنود همطور که گفتن نیستش، آدما رسپتیواشون خیلی علائم دیگه ای هم میگیره در رابطه با کسی که باش مقابلش قرار داره. توی این بحثی که میکنه میگه که در فاصله یک پلک زدن، یعنی کسری از یک ثانیه، دو تا آدمی که مقابل هم قرار میگیرن اون جاجمنت رو نسبت به هم پیدا میکنن یا پیشداوری را که اصلا از کنترلش از دست آدم خارجه. و بحثای زیادی تو اون کتاب در رابطه مثلا با کار پیدا کردن، نمیدونم اینترویو کردن و اینها هم داره، ولی منظور من از مطرح کردن این هستش که بعضی از چیزا کنترلش مثل این که شما دستتون رو به آتیش میزنید پس میکشید، عکس العملیه که نمیتونین جلوشو بگیرید. مسئله این نیستش که امکان نداره کسی در مورد وقتی با یک کسی دیگه در ارتباط قرار میگیره یک قضاوتی در موردش نداشته باشه، باید بتونه کنترل کنه و باید و وقتی که با یک کسی صحبت میکنه باید سعی کنه درک کنه اون شخصا و همون پسیو اکسپتنسی که صحبت هستش این هستش که درک کنه بدون اون از کجاست که به اینجا سعی کنه بفهمه که از کجاست که به این نظر رسیده، ولا طبیعتا هر کدوم ما قضاوتهای خودمون رو داریم و همینطور به اصطلاح بر اساس تجربیات زندگی بگیمون از چه زمینه پوش به اصطلاح بزرگ شدیم یک باورهایی پیدا کردیم و به چیزایی رسیدیم که بهش اعتقاد داریم. این که بتونیم یک دنیایی را که درش تنوع وجود داره قبول کنیم، این که بدونیم که ما جز خودمون کنترل رو چی چیز دیگه ای نداریم و اگه اینو درک کنیم که دنیا چقدر بزرگه، پس بنابراین قدرت ما که فقط کنترل رو خودمون داریم چقدر کمه، میفهمیم که باید با این دنیا هماهنگ باشیم و توی هارمونی که ایجاد میشه راحت‌تر میتونیم زندگی کنیم. برای این باید درک داشته باشیم. ما میتونیم با افرادی که هم فکرمون هستن گروه درست کنیم، فعالیت مشابه داشته باشیم، ولی اگر بخوایم که زندگی کنیم نمیتونیم فقط تو بابل خودمون باشیم، باید بتونیم در یک دنیای متنوع‌تر با افکار و عقایدی که با همون مخالف هستن بتونیم روبرو بشیم. یکی از تکنیکایی که هستش این ما صحبت میشه اینه که در موقعی که میبینیم احساساتمون غلیان کرده و کنترل نمیتونیم بکنیم، واقعا سعی کنیم یک کمی اسپیس بگیریم، یک کم فاصله بگیریم، یک کمی زمان بدیم، دور بشیم و زمانی که میتونیم یه مقدار حرفایی که مخالف باورهامون هستن و به اصطلاح آنالیتیکال رو بهش فکر کنیم، تحلیلش کنیم، بفهمیم که چجوریست که این فکر به وجود اومده، فقط در اون زمانه که ما میتونیم واقعا به یک جایی برسیم که یک انتراکشن یا رابطه متقابل سازنده داشته باشیم. من صحبتم تموم شد. ممنونم آسود خانم. بفرمایید آقای عتیبی عزیز. ببخشید فرانک جان شما منتظر بودید ولی آقای عتیبی بفرمایید، بعد شما رو میشنویم. بفرمایید قربان.
منظور میخوام اگر آقای فرانک قبلا صحبت نکردن میتونن اول ایشون صحبت بکنن بعد من صحبت بکنم. آره ایشون توی دور اول با ما نبودن، اگر اشکالی نداشته باشه فرانکو بشنوید. نه خواهش میکنم اول ایشون صحبت بکنن بعد خواهش من میکنم. مرسی از لطفتون. یه چیزی صحبت هم اضافه کنم. ممنونم. فرانک جان تشریف دارید شما؟ بله متشکرم. آیا صدا می دارید؟ بفرمایید. بله بله صداتون میاد، بفرمایید. ببخشید من از قبل چیزی آماده نکردم که بخوام به صورت علمی بحث بکنم و به توان خودم و به چیزهایی که تو حافظم هست مطالبی رو بیان میکنم خدمتتون. امیدوارم که مورد موثر باشه. به نظر من مهارت گوش دادن برای یک نفر برای زندگیش خیلی مهمه، چه در زندگی خانوادگی و چه در بیرون از خانواده. البته صحبت خیلی زیادی شنیدم در مورد قضاوتی که ما میکنیم و چطور با قضاوت شاید نتونیم بهتر کسی رو گوش بکنیم. به همین دلیل روی اینا نمیخوام تاکید بکنم. قسمت که میخوام تاکید بکنم در مورد این هستش که اگر بدن ما سخت افزار باشه و زبان ما تقریبا میشه گفت این نرم افزار هست و نرم افزاری هست که این دائم احتیاج داره که آپگرید بشه. اگر بخوام به برنامه ویندوز حساب بکنم، بعضی زبان ها ممکنه در همین ویندوز 486 بمونه ولی بعضی زبان ها اینا آپگرید میشن و این آپگرید شدن به وسیله الیت جامعه و اینفلوئنسا هستن که این کارو میکنن و اون باعث میشه که لول انسانیت و مورالیتی یک جامعه تنظیم بشه و متاسفانه این قسمتی هستش که یک نفر رو میاد شاید کر میکنه و باعث میشه که به خوبی نتونه گوش بده. ولی وقتی که زبان انگلیسی رو ما استفاده میکنیم توی اینجا، این باعث میشه که این پیغام ها و این قضاوت ها یک مقدار بلاک بشه و ما بتونیم بهتر یه نفر رو که به زبان انگلیسی صحبت میکنه بشنویم و چه بسا بعضی موقع ها حتی دوتا هموطن هم اگر بیان به انگلیسی صحبت بکنن خب زمان بهتری به همدیگه میدن، قضاوت کمتری میکنن، احتمالا همدیگر هم بتونن بشنون. حالا برای ما ایرانی ها چرا این مهمه؟ به نظر من برای اینکه بتونیم به بهترین نحو انسانیت خودمون برسیم تو این جامعه کانادایی، ما حتما باید تحقیقات انجام بدیم، حتما باید خودمونو بهتر کنیم برای دونستن این معما، حتما باید هر شخص خودش بتونه به این نتیجه برسه که چه چیزهایی باعث میشه که یک نفر قضاوت کنه و باعث شه که نتونه بشنوه، چه در خانواده چه در محل کار. من فکر میکنم این یه المنت خیلی مهمیه که هر شخص زمان شاید بیشتری باید بده که اینو بتونه بشناسه و خودشو بتونه بشناسه و بتونه معاشرت بهتری بکنه و بیشتر بتونه بشنوه توی اون کارش. فکر میکنم شاید این باعث بشه که موفق تر باشه. متشکرم. ممنونم از شما. آیه عطیب بفرمی خواهش میکنم. با سلام مجدد به همه دوستان، من یه چیزایی رو اضافه میخوام بکنم به گفته قبلیم و فرقسپار یه چیزایی رو مطرح کردم در این رابطه و یک مواردی رو میخوام باز بکنم اگر وقتش باشه، ولی تا اونجا که بتونم خیلی مختصر. یک ما به خصوص کسانی که توی بحث و گفتگو فعال هستند، این یک شیوه علمی باید باشه، شناخت دیگری پیش از این که ما پیش داوری بکنیم و یا
تنها به قاضی بریم در رابطه با یک انسانی که داره صحبت میکنه یا میخوایم بشنویمش. این شیوه علمی خیلی مهمه، یعنی ما بر اساس فاکت، بر اساس واقعیات های موجود در زندگی اون فرد یا تاریخچه زندگیش و گذشته‌ای که طی کرده، مصائبی که داشته یا برعکس شیوه زندگی که داشته یا زندگی خوبی که داشته یا هرچی، بدون اون درک اون واقعیات باید این رو بفهمیم که ما ممکنه به خطا بریم اگر بخوایم پیش‌داوری بکنیم، اگر بخوایم زود قضاوت بکنیم، اگر بخوایم تنها به قاضی بریم. حالا من نمیدونم دوستانی که تو زمینه روانشناسی کار کردن، تحصیل کردن، آیا با شیوه روانشناسی علمی که بنیانگذارش ایوان پاولوف بوده، پزشک و روانشناس برنده جایزه نوبل در 1904 که از روسیه هست، که این در واقع پدر روانشناسی علمی در روسیه بوده، پیرو اون شیوه های آنتون سیمونوویچ ماکارنکو که در زمینه آموزش و پرورش، به خصوص در زمینه پرورش، بر اساس همین شیوه های علمی در واقع کار کردن. تخصص ایشون مثلا ماکارنکو این بوده که افراد جنایتکار یا در که بدترین افراد شناخته می شدن در جامعه با اینها کار می کرده و اینها با کار با اینها و شناخت گذشته اینها و روش کار که مودش خودش بوده، در واقع اینها به انسانهای بسیار مفیدی برای جامعه تبدیل شدن. این دوتا شخصیت رو من می خواستم معرفی بکنم که خوشبختانه آثارشون به فارسی هم ترجمه شده خیلی وقت پیش. اما یک مشکل اساسی که جوامع امروز باش درگیر هستن که بر اساس این شیوه نئولیبرالی اقتصاد در جامعه هستش، که باعث شده که فردگرایی بسیار افراطی شایع بشه، خودشیفتگی شایع بشه و افراد روان رنجه یا به اصطلاح انگلیسی سایکوپاث زیاد بشن و افراد جامعه ستیز زیاد بشن، چون بنیانگذاران این شیوه در واقع معتقد بودن که ما این شیوه اقتصاد اداره اقتصاد جامعه که ما فرد داریم، جامعه وجود نداره، فرد هستش که مهمه و اصلا برای جامعه چیزی. و تحقیقات هم نشون داده که هرچی تو سطوح به اصطلاح رده های اجتماعی بالاتر میریم، تو سطح سیاست مداران، مدیران اقتصادی، شرکت ها، نمیدونم کنسرن های بسیار بزرگ، کسانی که دچار این بیماری های روانی هستند تعدادشون خیلی بیشتر میشه، درصدشون بالاتر میشه، ضمن اینکه هر کسی ممکنه یک بخشی از این تا یه حدی به این بیماری ها دچار باشه، ولی اون کسایی که به این بیماریش خیلی زیاد میشه تو سطح بالا. به این میخواستم اشاره بکنم. موضوع دیگه ای هم که خیلی مهم هستش، نقش رسانه ها و فضای مجازی هستش که سطحی نگری و ارائه مطالب، گزارشات یا اخبار بدون توجه به واقعیات روز در زنده و در بطن وقایع
بدون توجه به واقعیات در بطن اون محلی که داره رخ میده، بدون رجوع به این واقعیات، هر چی دلشون میخواد مینویسن، میگن و مطرح میکنن. و این کسانی که خیلی فعال تو فضای مجازی شرکت میکنن خیلی بیشتر در معرض این که دیگران رو نشنون و فقط حرف خودشون رو بزنن، این خیلی شایع تره، به خصوص این که شما دیگری رو ملاقات نمی کنید و هیچ زمینه ای از تاریخچه زندگی طرف دیگه ندارید و هیچ احتیاطی هم نمی کنید، بی محابا قضاوت می کنید، برچسب می زنید و حرف طرف رو هر جوری خودتون دلتون بخواد برداشت میکنید بدون شناخت از اون طرف مقابل. این احتیاط خیلی شرط لازم هستش، به خصوص توی یک چنین فضایی که ما با دیگران برخورد داریم. و یه فقط نظر خیلی مختصر بدم در زمینه آموزشی که در زمینه فروش و اینها میدن، این رو باید توجه داشته باشیم که هدف چی هست تو اون آموزش ها. درسته تکنیک های خیلی مهمی هستش که اون تکنیک ها در خیلی جاهای دیگه کاربرد داره، ولی در فروش شما میتونید با اون آموزش هایی که میدن، به خصوص در آمریکا، شما مورچه رو نعل بکنید به عنوان اسب بفروشید. هدف اینه که سود ببرید، هدف اینه که طرف رو با تکنیک های روانشناسی آنچنان شیفته بکنید که اون کالای شما رو یا اون خدمات شما رو بخره. و از مدرنترین شیوه های آخرین شیوه های روانشناسی هم تکنیکاش استفاده میکنن. این رو فقط میخواستم یه چیزی توی بکگراند. بسیار ممنون آقای عتیابی، بسیار صحبت و فرمایشات خوبی داشتیم. خانم دکتر تارانی ممنون که منتظرم بودید، بفرمایید، خواهش میکنم. بعدش هم اگر خانم پریسا شما مایک داشتین بفرمایید و ما بقیه دوستان برای جمع‌بندی آماده باشن. بفرمایید خانم دکتر. مرسی. خب واقعیت اینه که ما حتی وقتی اینجا صحبت میکنیم بیشترمون از به هر حال صحبت‌های مختلف برداشت‌های مختلفی میکنیم، برای همینه که خب خیلی حال منم در به سهم خودم به عنوان یه روانشناس، خب این مبانی مفاهیم خیلی سالها به هر حال درگیر بودیم و خیلی از یعنی خیلی مسئله پیدا کردم با بعضیا. مثلا اینجا من متوجه شدم خیلی این پیش‌داوری و قضاوت رو به یه شکلی در واقع انگار مترادف استفاده میکنن. پیش‌داوری با قضاوت یه کمی فرق داره. توی پیش‌داوری یعنی که ما خیلی سریع‌تر در واقع قضاوت کردن در واقع میشه، یه جور تعجیل توش هست. بعد واقعیتش این هستش که این بحث مهارت گوش کردن رو ما من فکر می‌کنم که نمیتونیم خوب درک کنیم اگر یه کمی رو همین دوتا مفهوم مکس نکنیم. خب یه گده میگن که ما اصلا لازم داریم که قضاوت کنیم، لازم داریم حتی پیش‌داوری کنیم، بدون قضاوت و پیش‌داوری که آدم نمیتونه کاری بکنه. اما یه چیزی که بهش توجه باید داشته باشیم اینه که نهایتاً درست همه ما تو خیلی از شرایط مجبور میشیم یه قضاوتی بکنیم و با اون پیش بریم، ولی یه قبل از این که واقعاً تمامی جوانب رو ببینیم پیش‌داوری بکنیم و بر اون اساس به قول معروف عمل بکنیم، ممکنه خب قضاوت یعنی اون عملی که میکنیم عمل درستی در نیاد دیگه، چون همه جوانب رو ندیدیم، به خودمون اونقدر فرصت ندادیم که همه جوانب رو بررسی بکنیم و اندازه‌گیری بکنیم و با اون اساس پیش بریم. اما سوال طلایی اینجاست که خب چرا مگه چرا باید اینجوری باشه؟ یعنی چرا باید آدما پیش داوری بکنن؟ این چراست که من فکر کنم کم روش مکس میکنیم. چیزی که باعث میشه که پیش داوری افزایش پیدا بکنه، یکی از چیزهای خیلی مهمی که باعث میشه پیش داوری افزایش پیدا بکنه احساس ناامنی هستش. ببینین این امنیت مثلا واقعا این کلمه‌ای که میشه ساعت‌ها در موردش صحبت کرد، خیلی هم مسئله مهمی هستش. ما در واقع به نوعی دارم به اون
صحبتی که مونا جان هستم میخوام برخورد کنم. این که مونا جان میگه که ما بالاخره چیکار بکنیم، به هر حال این که مهارت شنیداری توی بین جامعه ایرانی بیشتر بشه، من میگم که باید فضای امن بهتری ایجاد بکنیم. این فضای امن چیه؟ میگم خیلی مثلا الان من خودم احساس امنیت نمی کنم زیاد، به خاطر اینکه فکر میکنم زمان زیادی نباید بگیرم. به هر حال یک بحث دموکراتیک، هر کدوم از ما یه زمان محدودی داریم، برای همینه که منم خیلی چیزا رو میخوام توضیح بدم توی زمان کوتاه، این من دچار مشکل میکنه. ولی ببینید واقعیت این هستش که اگر فضا امن نباشه، میگم این امنیت میتونه به خاطر این باشه که آدم احساس کنه وقت کمی داره، به خاطر خیلی از مسائل میتونه ایجاد بشه. وقتی فضای امنی نباشه، آدم توی فضای احساس امنیت نکنه، به طور اتوماتیک مغزش از یه وارد یه مود دیگه میشه و بیشتر این قسمت پایین مغزش فعال میشه و این توی مغز ما، تو ذهن ما، تو فکر کردن ما یک جور تعجیل ایجاد میکنه. چون وقتی که ما احساس امنیت نکنیم و یه جور مضطرب بشیم، که ما مضطرب این که مثلا به فرض من دارم وقت دیگران رو خیلی میگیرم، ممکنه در مورد من اینجوری قضاوت کنن، یا ممکنه اینجا کسی جاسوس باشه، یا مسائل دیگه‌ای که ممکنه استراب رو توی من ایجاد بکنه، باعث میشه که ذهن من دچار یه تعجیلی بشه که این تعجیل به طور اتوماتیک پیش میاد. ببینید توی یه دوران خیلی خیلی طولانی که آدم‌ها توی جنگل‌ها زندگی می‌کردن، چه می‌دونم توی فضای آزاد زندگی می‌کردن، مغزشون یک مکانیزمی درست کرده، این مکانیزم فایت اور فلایت، جنگ و گریز، که این وقتی که فعال هست، این قسمت فرنتال کورتکس ما به قول معروف یه جوری انگار یه کمی جلوی کارش گرفته میشه و همه فعل و انفعالاتی که صورت می‌گیره خیلی سریع‌تر صورت می‌گیره. علت این که پیش داوری بیشتر میشه و وقتی پیش داوری بیشتر میشه ما برامون گوش کردن سخت‌تر میشه، این هستش که احساس استراب میکنیم. حالا میگم باز این استراب و امنیت رو باید خیلی روش صحبت بشه، ولی اگر نکنیم باید بدونیم که ما یه مکانیزمی در مغز ما وجود داره که به طور طبیعی اون تعجیل رو ایجاد میکنه و اون تعجیل باعث به اصطلاح به نتیجه گیری پریدن میشه. یه جوری که انگار ذهن ما میخواد سورتات بکنه، میخواد به قول معروف انگار همه چیز رو تشخیص بده و زود وارد مرحله عمل بشه. چون وقتی که ما احساس خطر میکنیم میخوایم حتما یک کاری بکنیم بلافاصله، یعنی یا از اون شرایط فرار بکنیم یا اینکه به هر حال به یه شکلی با اون شرایط بجنگیم، ولی دیگه فرصت این که حالا وایسم ببینم چی درسته چی درست نیست دیگه نیستش. اگه ما اینو درک نکنیم، اگه فقط مثلا به فرض فکر کنیم که علت پیشداوری حالا مثلا 100% حتما اینه که طرف منافع داره، اینطوریه اونطوریه، خب این یه ذره کار ما رو دشوارتر میکنه. من نمیگم مسائل دیگه مطرح نیستن، ولی به این مسئله کمتر پرداخته میشه. یعنی اینکه ایرانیای خارج از کشور با این که حالا همونجوری که مونا جان گفت بالاخره اینجا آموزش می‌بینیم ما، اینا بالاخره از یه جهتی یه جور فرهنگ سازی صورت می‌گیره اینا، ولی بازم مثلا با همدیگه وقتی وارد گفتگو میشیم نمیتونیم با همدیگه خوب صحبت بکنیم، همه ما این به اصطلاح استراب مهاجرت رو داریم و به هر حال توی فضای زندگی می‌کنیم که خانه چیز خودمون نیست دیگه، از اون خانه اصلیمون کنده شدیم، اومدیم افتادیم تو جاهایی که آدم به هر حال خونی چیز خودش احساس نمی‌کنه، اون احساس رو نداره و اون چون اون رو نداریم، شاید با اینکه از نظر تحصیلی و این نمی‌دونم فرهنگی از یه جنبه‌های ممکنه ظاهراً وضعمون بهتر باشه از داخل کشور، ولی متأسفانه آدم می‌بینه تو خارج کشور حتی این مهارت به اصطلاح گوش کردن فعال شاید ضعیف‌ترم در واقع عمل یعنی می‌بینیمش تا داخل کشور، که شاید میگم شاید سطح سواد و اینجوری تو کمترم باشه، ولی متاسفانه اینجا می‌بینیم بیشتر هستش. همه اینا برمیگرده به خیلی چیزا. ببینید آقای عطیابی عزیز به یه چیزی اشاره کردن در مورد پاولوف و ماکارنکو. اینا پاولوف البته فیزیولوژیست بود و کسی که در واقع پایه علمی روانشناسی رفتار درمانی رو به اصطلاح گذاشت، درست از نظرات این پاولوف استفاده کرد و ماکارنکو اتفاقا دقیقا کاری که کرد اونم با استفاده از کارهای ماکارنکو،
فضای امنی توی اون جایی که ایجاد کرد برای بیشتر اون جوانان و تبهکار و اینایی که دور هم جمع کرد و اون سیستم پداگوژی که درست کرد، در واقع اینو متوجه شد که مهمتر از هر چیزی ایجاد اون فضای امنه. یعنی اینجا یه عزیزی هم با فکر کنم آقای مسئول بودن در رابطه با اینکه چقدر توی این به اصطلاح گفتگو احساس رو توجه مورد توجه قرار دادن مهمه. اینو البته خیلی ها گفتن، واقعاش اینه که تحقیقات نشون میده بین 60-95% گفتگوی ما غیر کلامیه و این خیلی مهمه که ما توجه داشته باشیم. خیلی موقع آدم ها حرفایی رو که میزنیم فراموش میکنم، ولی اون احساسی رو که درشون ایجاد کردیم رو به یاد در یادشون میمونه. یعنی توی این چیزا هم که هست، توی این گفتگوه هم که هست، اگر ما این احساس امنیت رو ایجاد نکنیم دیگه بقیه قضیه به نظر من اصلا زیاد فرقی نمیکنه. یعنی مثلا هر چقدر ما تلاشای متفاوتی بکنیم ولی اون فضا یک فضای امنی نباشه، این که بشه به حرف همدیگه خوب گوش بکنیم، این یعنی شانسش خیلی کمتر خواهد بود. ببخشید من خیلی امروز میگم از کنم از شاید 8 ساعت پیش تو این جلسات کلاب هاوسی بودم تا الان صحبتام شاید یه ذره پراکنده بود، ولی به هر حال به این توجه داشته باشیم که اینجوری نیست که آدم ها دلشون میخواد پیش داوری بکنن. پیش داوری در نتیجه استرابی ایجاد میشه که فضای ناامن و خیلی چیزای دیگه بهش دامن میزنه و اگه اونو دست کم بگیریم میگم توی مراحل دیگه با یه دشواری هایی روبرو میشیم. ببخشید میبندم. ممنونم خانم دکتر تارانی. دوستان دیگه، من میدونم آقا مسعود ادامه صحبتاشون مونده، اگر دوستان دیگه برای جمع‌بندی هر کی علاقه من به صحبت هستش توی زمان 5 دقیقه لطفاً صحبتاشون رو بکنن که دیگه اتاق رو ببریم رو به خاتمه. آقای مسعود شما رو بشنویم، بفرمایید. خواهش میکنم. ممنونم، بازم استفاده کردم به خصوص از صحبتهای خانم راحله. ببین من یه مسئله رو فقط اضافه کنم. به نظرم مسئله پیشداوری که خانم رائله مطرح کردن خیلی مسئله مهمیه و مسئله دیگر هم اینه که خیلی از ماها به پیشداوری های خودمون آگاه نیستیم، بنابراین فکر میکنیم که بی‌تلفانه داریم موضوعی رو میشنویم در حالی که پر از پیشداوری و سوگیری هستیم و این مخصوص ایرانی ها نیست. ولی من میخواستم این مسئله دیگر رو مطرح کنم که اتفاقا خیلی مربوط به مسئله پیشداوریه و اون مسئله درک ما از واقعیت. ما وقتی من مثلا دارم با شما آقای آروین صحبت میکنم، پیشفرض من اساساً و نوعا برای اینه که من و شما یک درک مشترکی از واقعیت داریم، ولی کن روانشناسی اجتماعی حداقل به ما میگه که خیلی وقتا فهم ما از واقعیت یکی نیست و خیلی از مسائل میتونه واقعا فهم ما رو از یک پدیده به شدت متفاوت بکنه. مسائلی مثل انتظارات ما، مسائلی مثل انگیزه های ما، مسائلی مثل سوگیری های ما، مسائلی مثل بستری که خود اتفاق، خود پدیده در آن داره رخ میده. و اگر که فهم ما و درک ما از واقعیت یکی نباشه، اساسا احتمال این که ممکنه همدیگر رو بشنویم، ولی اساسا احتمال این که یک جایی میان راه همدیگر رو ببینیم خیلی کم میشه. من این رو میخوام با یه آزمایش خیلی معروف مثال بزنم. سال 1954 دوتا روانشناس اجتماعی دانشگاه پرینستون اومدن یه آزمایش ساده ای رو انجام دادن. یه مسابقه فوتبال آمریکایی بین دانشگاه پرینستون و کالج دورتهام اومدن به طرفداران این دوتا تیم نشون دادن و متوجه شدن که طرفداران مثلا دانشگاه پرینستون، تیم فوتبال دانشگاه پرینستون، 2 برابر خطاهای حریف رو بیشتر از حد واقعیش تشخیص داده بودن. بعد یه مقاله‌ای نوشتن که این آزمایش رو گزارش کنن. توش یه جمله طلایی داره تو مقاله، میگه که
این صرفاً دیدگاه ها و نظرات ما در مورد یک پدیده نیست که متفاوته. ما اساساً پدیده رو متفاوت میبینیم و درک خیلی متفاوتی ممکنه از پدیده داشته باشیم. اگر یک انسان رشنال، عاقل و متعارف این رو متوجه بشه، شنیدن بدون پیش‌داوری براش راحت میشه. خب و این احتمال رو میده که ممکنه درکش از واقعیت به جهتی از جهات تحت تأثیر قرار گرفته باشه. اما اگر این درک وجود نداشته باشه، ما اساساً از واقعیتی که داریم حرف میزنیم زمینه‌های متفاوت داریم و به زمینه مشترک نمیرسیم، و وقتی این اتفاق نمیفته، دیسکاشن، بحث، تبدیل میشه به کانفرانتیشن، تبدیل میشه به مواجهه، تبدیل میشه به جدل. یه دلیلی که جنگ اتفاق میفته، به خصوص جنگ داخلی، اینه که دو طرفه درگیر در یک منازعه اساساً دیگه زمینه مشترک برای بحث پیدا نمی کنن، زبان مشترک پیدا نمی کنن برای بحث. اونقدر درکشون، منافعشون، سوگیری هاشون به صورت شدید و فاحش متفاوته که این وسط بحث صورت نمی گیره. هرچه صورت می گیره کانفرانتیشن و مواجهه هست. من خودم تو کلاب هاوس خیلی حرف نمی زنم، ترجیحم اینه که بیشتر شنونده باشم. و اون چیزی که این مدت و این یک سالی که در کلاب هاوس بودم و تقریبا روزی 2-3 ساعت میشنوم، اینه که خیلی از ماها تو زمینهای مختلف به این درک مشترکی از واقعیت نمیرسیم. و این یه سوالیه که اگر بتونیم این رو پاسخ بدیم که چگونه میتونیم به درک نزدیکتری از واقعیت موجود برسیم، خیلی از مسائل خود به خود حل میشه در ایران. و این در مورد همه اقشارها، یعنی از همه اقشار سیاسی، این در مورد همه اقشار سیاسی صدق میکنه. ممنونم از تو مسعود عزیز، بسیار ممنون از اینکه امشب با ما بودی. من حالا تا دوستان حسن یادآوری بکنم که هاوس کنگره ایرانیان کانادا رو میتونن داشته باشن. ما 31 شنبه در میون در این هاوس دور هم جمع میشیم و پیرامون حالا موضوعات مختلف با هم دیگه گپی میزنیم و دوستان عزیزی هر سری پیدا میکنیم که به ما ملحق میشن. اون 3 شنبه‌ای که در هاوس کنگره ایرانیان نیستیم، در کافه مکس هستیم و اونجا هم موضوعات جذاب و خوبی رو میتونیم پیگیری بکنیم. دوستان دیگه، خانم آسوده، پریسا جان، مونا خانم، اگر صحبت پایانی هست بفرمایید که بشنویم و از حضور دوستان مرخص بشیم. من حقیقتش یه چیزی میخواستم در راسته صحبت خانم تارانی مطرح کنم. من اینه که در نهایت بهترین کاری که ما میتونیم بکنیم در صحبت کردن، یه فضای امنی فراهم کنیم برای کسی که داریم باهاش صحبت میکنیم که بتونه صحبتش رو در این فضا مطرح کنه. این میتونه با اکتیو لیسنینگ باشه و گاهی وقتا توی فضای امروزی که ما داریم باهاش سر و کله میزنیم میتونه اجازه ندادن به فحاشی باشه یا کارهایی مثل بولی کردن و مسخره کردن از اذیت و آزار باشه. و قبل از اینکه حرفمو تموم بکنم، میخوام یه مثالی رو بیارم که خیلی توی کتابهای این شکلی خوندم و این در مورد امپاتیه و در مورد اینکه وقتی شما یه تصویر بزرگتری از یه واقعی دارید، واقعا نگاهتون ممکنه عوض بشه به اون مسئله. داستانم داستان یه آقاییه که توی یه اتوبوس سه تا بچه داره و بچه ها دارن به شدت سر و صدا میکنن، جای خیلی شلوغیه، اتوبوس رو به هم ریختن، همش از این ور اتوبوس میپرن اون ور اتوبوس، یه سر هم داد میزنن یا گریه میکنن و پدر این بچه ها نشسته کار خاصی هم نمیکنه، دستش به سرشه، مثلا هیچی نمیگه بهشون. یه خانم که تو اتوبوس نشسته عصبانی میشه، واقعا میگه و
چطور بچه ها تا نمیگیریم این چه بلایی سر ما بردن و همه جا شلوغ کردن و این چه وضعیه با بچه ها تو تربیت کنن اینها. این آقا برمیگرده به خانم میگه که ببخشید ما از بیمارستان برمیگردیم، مادر این بچه ها متاسفانه الان فوت کرده و ما اصلا توی وضعیتی نیستیم که مثلا من داشتم میفکر کردم که خب حالا چطوری مراسم خزم این همسرش رو برگزار بکنه. و خب این مثال یه جور نشون میده که وقتی ما توی یه شرایطی قرار میگیریم و به یه چیزی داریم نگاه میکنیم، وقتی همه اطلاعاتی در مورد اون شرایط رو نداریم، ممکنه یه قضاوت و پیش داوری داشته باشیم. وقتی متوجه میشیم که خب این آقا تو چه وضعیتیه، شاید رفتار این بچه ها و کلن این رفتارها یکم برامون توی یه کانتکست دیگه مفهوم پیدا میکنه. اینو میگم که بگم اون بخشی که ما سعی کنیم یه شرایط رو بهتر بفهمیم، سوال بکنیم و یه بخشی از راه حل برای یه مسئله باشیم، خیلی وقتا واقعا میتونه شاید یه تصویر بزرگتر و تصویر بهتری به ما بده. بعد میخواستم ازتون تشکر بکنم که این اتاق رو برگزار کردید و از اینکه من دعوت کردید و بقیه دوستان رو. خیلی ممنون از همه. شب بخیر. ممنونم پریسا جون. دوستان دیگه فرمایشی ندارن؟ بسیار عالی. عزیزانی که در بخش شنونده ها بودن، بسیار ممنونم که امشب ما رو همراهی کردین. شب و روزگار بر همه عزیزان خوش. تا سه شنبه دو هفته آینده در هاوس کنگره ایرانیان کانادا شما رو به خدا میسپرم. شب و روزگار بر همه خوش. ممنون.